بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز 8 ماه اکتبر 2018 است، برابر با 16 مهر ماه 1397، دوشنبه است. دوشنبه بسیار زیبا، هوای پاییزی و همینجوری که میبینید برگ ها به زودی شروع میکنن زرد شدن و رنگ‌های بسیار زیبا. و این هم مجلس آمریکا هست، مجلس اصلیشون، مجلس سنا و مجلس به اصطلاح شورای ملیشون. اینجا خبری از اسلام نیست و چه بهتر که قرار خبری از دین نباشه، ولی اینجا هم هست. خیلی هم بد هست. اینم از این ماجرا. خب من ببینم چیزا رو روشن کردیم. این کدمون روشن، فیسبوک 1 روشن، فیسبوک 2 روشن، OBS برای یوتیوب روشن، بیت بلاستر روشن برای این شماره ها، تلفن اون برنامه بی یو تی تی بات روشن، اکس اسپلیت روشن، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تا، شاید هم 8 تا. خب خسته نباشید. چه حال چه خبر؟ روز جمعه که ما برنامه داشتیم اینجا، اون آقای برت که همون بارت اگه بهش بگن درست تره، اون چیز شد، رأی اعتماد گرفت. چه اعتمادی؟ 50-48. تا 2 روز بعدش همینجوری شلوغ بود. ضمناً قرار بود که سه شنبه بره سوگند یاد کنه و بره تو مجلس، چون امروز اینجا قانونن تعطیله، روز کولومبوس دی هست. ولی از بس که ترامپ شارلاتانه و دیدن اگه تا سه شنبه صبر کنن مردمم تعطیل هستن، میان تظاهرات، همون جمعه و شنبه ماسمالی کردن، دستشم کردن بالا و رفت. حالا کی پای این بره بالا؟ اینایی که میخورن زمین دیدین اول پاشون میره بالا، پاش بره بالا و پای ترامپ بره بالا، اون دیگه بستگی داره به ملت. ملتی که اگه مثل من نرفتن رای بدن موقع هیلری کلینتون و ترامپ، یک ماه دیگه، کمتر از یک ماه دیگه، حتما برن رای بدن و مطمئن بشن که دموکرات‌ها تعدادشون زیادتر میشه. چون اگر دموکرات‌ها تعدادشون هم در مجلس نمایندگان هم در سنا زیادتر بشه، یکی از برنامه‌هاشون که الان شد 2 تا از برنامه‌ها اینه که برن دنبال ایمپیچ، یعنی اون استیضاح شارلاتان ترامپ، و دومی برن پرونده این آقای قاضی که الان دیگه شد جاستیس، یعنی دیگه از قاضی رفت بالای مقام والای پیدا کرد، گفت شد قاضی القضات، قاضی القضات دیوان عالی کشور. اینم از این. یه دوستی یه سوالی کرده بود، فکر کنم خانم نیر پاسخ دادن، و میدونید که این خانواده ایروانی ها با وجودی که وضعشون خوب بوده خیلی خیر بودن. ما توی ایران آدمای خوب و خیر متاسفانه زیاد نداشتیم، و اونایی که هم خوب بودن هم خیر بودن، اینها نمونه شدن و مردم هنوز هم که هنوزه ازشون تشکر میکنن. و گویا این خانواده ایروانی که اون کفش ملی و اینها متعلق به اونها بوده، خیلی از بچه های به اصطلاح بی سرپرست رو سرپرستیشون رو قبول کردن و زیر پروبال خودشون گرفتن. یادم سالها پیش یا آقایی بود به نام محمد رضا، بعدم فامیلیش برای من گفت، متاسفانه یادم رفته، و این آقا یه خصومتی با من پیدا کرده بود، چون من حرف حقیقت می زدم، نظرم رو درباره خانواده پهلوی می گفتم، و این فحاشی می کرد. چه فحشایی؟ که آقا تو اگر می فهمیدی شما شاه رو نشناختی. گفتیم خب شما که شناختی برای ما توضیح بده، چرا فحش می دی؟ می گفت که شاهنشاه کسیه که ایشون توی پرورشگاه بوده، همین آقای محمد رضا، و اسم نداشته. شاهنشاه میره اونجا بازدید، میگه این پسره کیه؟ میگن که این اسم نداره.
میگن چرا اسم نداره؟ میگن خب بچه‌هایی که میان اینجا همینجور نگه می‌داریم، اگه یکی اومد اون خواست ببرتش اون براش اسم بگیره، حالا دیگه ما اسم بگیریم و شناسنامه بگیریم و بعد این یکی بیاد بگی من این اسمو دوست ندارم کار ما زیاد میشه. میگه نه، اسمش رو بذارید محمد رضا، اسم خودش رو میذاره رو این. وقتی این آقا صحبتاش تموم شد من بهش گفتم احمق، اگر کسی قراره از شاه بدش بیاد تو باید باشی، چون شاهی که پسر نداشته، شاهی که چند تا همسر رو طلاق داده به خاطری که اینا دارای فرزند پسر نمیشن، حالا که اومده تو رو دیده بگه این پسر من، ورداره اسم و فامیلشم بذاره رو تو، تو رو هم به عنوان ولیعهد انتخاب کنه. خلاصه این آقا رفت، بعد از چند سال یه روز اومد اینجا مهمون خسرو رنجبر شد. خسرو بهش گفته بود بابا بذار زنگ بزنیم به سربی، سربی هم بیاد با هم نهاری بخوریم. گفته بود نه من از سربی میترسم. خسرو گفته بود آقا نترس، از اون نترس که های و هوی داره، از اون به ترس که سر به تو داره. این سربی هر چی داره تو مغزش و دهنش و قلبش همینی که بهتون میگه، اگرم یه جایی ببینه صورتتونم ماچ میکنه، کاری هم باهاتون نداره، نترس. خلاصه این آقا گفته بود نه و رفت. رفت و خلاصه دو سه سال بعد من توی تلویزیون دیگه بودم به نام ما تیوی، یه آقایی به نام مهران صدری که اگر کسی از ایشون خبر داره، مخصوصا این سعید کاووسی چون خیلی این ور اون ور میره، ازش اگه خبر داره، میدونی سعید این آقای مهران چی گفتم اسمش بود؟ الان یادم رفت خدایا. البته اسمش غلام حسین صدری، اسم اصلیش غلام حسین بود، اون از روز اول اسم خودش رو مهران صدری، هنرپیشه یکی دو تا فیلم بود، بعد اومده بود اینجا یه تلویزیونی باز کرد بود به نام ما تیوی. و وقتی من از تلویزیون رنگارنگ آمدم بیرون زنگ زد به من که آقا بیا اینجا و من ماهی اینقدر بهت میدم. و گفتم آقا من برای پول این کار را انتخاب نکردم، بهتون گفتم اون وقتا وضع پولیم خوب بود. میگه که از کی تا حالا نظر شما حرف حقیقته، همین نشون میده که متوجه نیستی. هر کسی حرف میزنه آقای کاووسی به نظر خودش داره حقیقت رو میگه، شما یکم برنامه های این شب دوره همی بیشتر بیا، حرفای آقای فرزاد شبستری رو بیشتر گوش بده، تفاوت حقیقت با واقعیت رو یاد بگیری. آقا سر یه چهار را دو نفر تصادف میکنن، این میگه من تو قرمز نیومدم تو سبز اومدم، اینم میگه من تو قرمز نیومدم تو سبز اومدم، دوتاشون دارن حقیقت رو از نظر خودشون میگن، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. بیشتر برنامه های منو نگاه کن، بیشتر یاد میگیری. خیلی خوشحالم. در صورت اگر کسی از این آقای مهران صدری خبر داره به ما بگه، هی نپر وسط حرفمون، بذار ما حرف بزنیم. ما رفتیم توی اون تلویزیون و یه دو ماه که گذشت یه شب دیدم این، خب میدیدیم وقتی اینجا مینشستیم شماها اینجا هستین، این اتاق کنترل این ور بود، آقای مهران صدری با اون دوست دخترش که همه میگفتن خانمش هست و اینا، ولی نه، مهران صدری بهش میگفتن یائسه، ژیگولوی یائسه، یعنی از پای زنا فقط نون میخورد و اینها، و حالا دیگه یائسه بودنش باید از اونها سوال کن. خلاصه یه شب دیدم خیلی عصبانیه، هی دو سه بار اینجوری اینجوری میکنه. بهش گفتیم چیه؟ گفت آقا یه آقای هی زنگ میزنه میگه من محمد رضا نمیدونم بود، یه فامیلی هم داشت که چی پرستان یه هم چیزی، و باید با سربی تماس بگیرم. گفتم آقا خب شماره تو دارم، انگلستان هستی لندنی، میگم به این شماره زنگ بزنی. گفته بود نه من تا صبحم بشه گوشی رو نگه میدارم، باید با سربی صحبت کنم. همچین که ما اومدیم بیرون قبل از اینکه حتی بریم دستشویی بریم یه چایی بخوریم، گفت آقا بیا با این آقای محمد رضا چی پرستان یه چیزی. خلاصه تا چند مدت پیشم برام ایمیل میفرستاد، ما تا گوشی رو برداشتیم گفتیم حالا لابد یکی دیگه میخواد بگه آقا چرا به اعلی حضرت نگفتی آریامه، چرا به اسب شاه گفتی یا بو فلان اینها. گفتیم بفرمایید. گفت آقا من اول از هر چی میخوام از شما حلال بود به طلبم، از شما عذرخواهی کنم،
گفتم برای چی؟ گفت من همونم که تو تلویزیون رنگارنگ به تو فوش میدادم، من همونم که گفتم شاه تو یتیم خونه اسممو گذاشته محمد رضا و اینها، و وقتی همه پولامو ریختم به پای این رضا پهلوی، اون موقع این خانواده رو شناختن که خانواده‌ای به شدت خسیس، خانواده خودخواه، خانواده‌ای که اصلا فکر حتی فامیل خودشون هم نیستن، و ازشون جدا شدم. الانم مریضم، سرطان دارم و ممکنه هر روز از دنیا برم. اگه هنوزم هستش که عمر طولانی براش آرزو میکنی، اگرم از دنیا رفته آفرین به افرادی که اگر به یک کسی بی خود صحبت میکنن، حتی اگه شده یک روز قبل از مرگشون، یادت باشه سعید بنویسی جایی یه روز قبل از مرگت به من زنگ بزن از من عذرخواهی کن. سعید آدم خوبیه، یکم زبونش تلخه، اب نداره. خب آبجوم تلخ، خیلی چیزای دیگه هم هست تلخه، میگن تریاکم تلخه، ولی خب آدم بدش نمیاد. خب بمانه، همه با زور زندان و شکنجه و اعدام به قدرت رسیده و حکومت کردن. هیچ شاه و شیخ و امام و خانی را در طول تاریخ مردم انتخاب نکردن. آقای یزدی عزیز، من دانشجو که بودم رفتم یزد، و اتفاقا سال 2005 هم وقتی برگشتم ایران دوباره رفتم یه سفر دو روزه‌ای به یزد، اون میدان مارکا رو نمیدونم پالوده یزدی شما و نونای لواشتون اینا خیلی خوشمزه است، اون شیرکو و دشت چنار کجاست، رفتین درختای گردو و اینها. حالا شما اصلا یزدی هم نباشی، فقط فامیلی یزدی باشه. اتفاقا یک دوستی به نام همین یزدی کمک کرده بود هفته پیش و من براش اون یک کارتی فرستادم به تگزاس، امیدوارم این کارت به دستشون برسه، یه تشکر خشک و خالی ساده. ببین آقا، شنیدم که کریم خان زند میگن پادشاه نبوده، که چی میگه حکیم الرعایا یا یه چیز اینجوری میگن، یعنی به انتخاب رعیت ها مردم انتخابش کردن، کلبتون هم بیچاره سرش رو بریدن و سرش رو گذاشتن زیر پله روش را میرفتن که بعدن سر و بدن و اینها رو باردادن و توی موزه پارس شیراز اونجا دفن شده. این هم از این ماجرا. و اما پیام آقای چمنارا رو براتون پخش کنم، ساعت 2:30 12 دقیقه دیگه شما رو میبرم باستون یا بوستون بزرگ، شاید بهتر باشه ما این برنامه آقای مرتضوی رو هم بذاریم ساعت 3:30، که من به این دوستان همیشه میگم من مهمونامو بهشون ارزش و مرتبت میذارم، اول خودم میام صحبت میکنم مثل بچه مرشد، بعدن شماها رو به عنوان مرشد میارم اینجا. اگر هنرمندیا به اصطلاح خواننده ها و کمدین ها و اینا رو هم دیده باشید، اول یه چند نفر میان دستگرمی، به قول خودشون میگن ما میریم اوپنینگ، مثلا آقای اسلام شمس با وجود که خودش کمدین ایرانیه، این میاد اوپنینگ میکنه برای جیلنوی، بعد جیلنوی میاد، و ما هم گفتیم برنامه ها اینجوری باشه، ولی نیم ساعت برای من کمه، چون ما سلام که میخوایم بکنیم نیم ساعت طول میکشه. آقای کاووسی و دیگران این ویکندی که میاد 12، بذارید من این آگهیشون هم بهتون نشون بدم، والا بلا تا امروز هم ما یک پنی از اینها نگرفتیم، یه بارم اگه رفتیم اون به اصطلاح پول ورودیمون رو دادیم، ولی گویا این برنامه شب یا جمعه شب، یعنی شب شنبه قرار هست در همون جایی که بلدی، تایسنس کورنر، نزدیکای تایسنس کورنر توی گالوس رود، شب دور همی. امروز هم باز برای آقای فرزاد شبستری نوشتم، آقا اینجوری نوشتن ها غلط. اولا وقتی شما شب دور همی رو به فارسی مینویسین، چند تا از ما ایرانی ها دوستای آمریکایی داریم که اونا مایلن تبلیغات ما به دستشون برسه و ما این تلفظ رو به انگلیسی براشون بنویسیم. بعد تازه اگه شما اینو به انگلیسی مینویسی، عزیز برادر کاکو جون قربونت برم، این شبستری شیراز درس خونده، از من شیرازی بهتر حرف میزنه، خوراکای شیرازی هم بیشتر از من میدونه، چون ما تو خانواده همون خوراک میخوردیم، محدود بودیم به همون خانواده،
این چون بیرون و خانواده و مهمون و این برور بوده بیشتر خوراکای شیرازی رو میشناسه. این شبه دورهه همین این غلط عظیم. براش نوشتم گفتم اینجوری بنویس اچ آخرش رو بردار، اچ آخر دوره رو بردار. و خیلی جالبه یه دوستی میاد اندیشکده.net رو باز میکنه گیرش نمیاد اندیشکده با ه، میره اندیشکده بدون ه مینویسه. این دوستان هی زیادی دارن، بعضی وقتا باید هر کدوم از ما بیایم هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد اینا رو جای خودش استفاده کنیم. نوشتن که همراه با موسیقی و تنقلات شراب خودتان را هم میتوانید بیاورید. حالا من نمیدونم این وقتی میگن شراب، من البته بردم اون دفعه آبجو خودم رو بردم با آقای لادن هم بودیم، خیلی هم خوش گذشت، نشستیم بعد از مدت ها تخته بازی کردیم و بیاین شما هم بیاین همین جمعه شب Friday October 12 at Pars Place، خنده شادی و بازی تخته حکم و رامی، پاشین بیاین خوش میگذره. اینم برنامه این دوستان، امیدوارم آقا سعیدم هم خودش بیاد هم به دوستان. ولی سعید جان اگه خواستی بیای باید بهشون زنگ بزنی بلیت بگیری، مخصوصا این برای مهرگان و اینها. درباره مهرگان آقای دکتر شهرام ایران بومی یه ویدیویی رو پریروز برای من فرستاده بود که مصاحبه کرده با یه رادیویی و بهش گفتم که اگه خواستید من این ویدیو رو از تلویزیون مردم پخش میکنم. گفت خب لطف داری. ما هم گذاشتمش روی فیسبوک. ولی واقعا وقتی میگم ما ملت بدی هستیم، کارمون خیلی خرابه، اگه شما هم شروع کنید همینجوری که سعید هم شروع کرده میگه ما ملت بدی هستیم، وقتی بگیم بده بده مثل این میمونه که یه ماشینی داریم رانندگی میکنیم، هر کی میاد میگه آقا بده ماه، میگیم نه این ماشین خیلی خوبه، این ماشین میدونی پدر بزرگ من خریده، من خاطراتی ازش دارم، آقا این ماشین داغونه برو بنداز سطل آشغال. این فرهنگ ما و اینا هم همینه. حالا بعضیا با چنگ و دندون دارن اینو میکشن، مثل راننده‌ای که بدبخت تمام دستش تول میزنه و نمیدونم تاول میگید شما، نمیدونم این ماشین نه استرینگش پاور، نه نمیدونم ترمزش بوستر داره، خودشو میکشه ملت رو هم به خطر میندازه. ولی میگفتن دست از کمرش بر نمیداره بگه آقا درست میگید شما، این ماشین باید بره جانکیار تیکی تیکی بشه، پارتش برای ماشینای دیگه، اون قسمتش هم که آهن میمونه بره ذوب آهن. این فرهنگ ما هم همین. یه خانمی که خودش تحصیل کرده انگلستانه، خودش برنامه‌های رادیویی داره، آمده زیر اون ویدیوی آقای ایران بومی نوشته که خیلی جالبه، افرادی که دفتر وکالتشون رونق نداره جشن راه میندازن به این صورت از مردم پول میگیرن. براش نوشتم آخه خانم تو اسم خودت گذاشتی ژورنالیست خبرنگار، خجالت نمیکشی بدونی که این آقا رو بشناسی؟ تو نشستی تو ترکیه، دو سه بار انداختنش بیرون از یونان و از انگلستان و اینا، نشستی تو ترکیه و میگی این آقا این برنامه هاری که میذاره از جیبش هم خرج میکنه. همون موقع یادم افتاد به این فرزاد شبستری. فرزاد شبستری قبل از اینکه اون منو بشناسه، من اونو شناختم از برنامه‌هایی که اینجا میذاشت برای سیزده بدر، برای سال نو ایرانی‌ها، برای شب هالووین و اینها. همون موقع بهتون گفتم این از اسم پارس خوشش میاد، شاید هم به دلیل فارس شیرازه. در هر صورت ملت اینا از جیبشون پول میذارن. آقای شبستری که دو سه تا شغل دیگه داره، شغل موفقی داره، احتیاج به این 10 دلار من نداره که منی که میرم میبینم آقا این 10 دلار این خرج چراغ و آب و برق و سماور رو تازه کوفتم بشه، آش رشتم به هم دادن اون دفعه، این دفعه هم گفتن آب گوشت. شما هم بیان که جمعه ساعت 7 اگه خواستید شما دیرتر بیان. من به همه میگم سر وقت بیان، ولی برای این مهمونی چون فرزاد شبستری نوشته اگه سر وقت نیاید ممکنه این آبگوشت رو که به عنوان اپتایزر، به عنوان پیش غذا اردوف که نمیشه میدن، گیرتون نیاد. من حالا تشویقتون میکنم شما بعد از 8 بیاین که من وقتی میرم
این آبگوشت گیرم بیاد، اینم از این آبگوشت تخت از برانبازیه و اگرم تخت بلدید بیان بازی کنیم، اگرم بلد نیستید چند روز وقت دارید برید خوب یاد بگیرید، از روی اینترنت هم میتونید یاد بگیرید، بیاین اونجا به من ببازید، مهم نیست چقدر بلد باشید، مهم اینه که گفت زدن مهره نه از زدن سید نه از استادی صیاد است، مهره گراست نشیند سربی هم نراد است. من نراد خیلی خوبی هستم چون مهره ها خوب میشینه. خب وزیر بهداشت بهتر است که بمیرد چون خیلی بیشرم است. گفتیم باشه انشالله همشون بمیرن و همه میمیرن. بدبختی به ایه که همه می... یه فیلمی رو دو سه تا فیلم این ویکند نگاه کردم، یکی یه فیلمی به وقت شام، من فکر کردم این مثل اون فیلمی بود حدس بزن چه کسی برای شام میآید، سیدنی پواتر، اینا ایرانی ها میدونید که فیلم ساختنشون کپی چند سال قبل فیلمای اینجاست. بعد نگو این منظورش به وقت شام روسیه بوده، دمسکوس بهش میگن شام، دمشق بهش میگن شام. خلاصه یه فیلمی اعصابمونم خورد کرد، آدم دلش هم میسوزه که اینا ول میکنن ایران میرن سوریه میجنگن، دولت هم بهشون به خوردشون داده که ما اونجا میجنگیم که اینا نیان ایران. اون یه فیلم اگه خواستید ببینید، اینا همه رو اینترنت هست، روی باکس ایرانیان تی وی آی پی هم هست. و یه فیلم دیگه دیدم، یه هنرپیشه هست، این آقا خیلی فیلم های قشنگی بازی میکنه، این فیلم اسمش مصادره هست. اگر آقای ترشیزی برنامه من نگاه میکنه، آقای ترشیزی ببین این ملاها که اونجا نشستن و فیلم سازا چه فیلم هایی میسازن، درست قصه و حرف و حدیث همین سازمان های مجاهدین، همین نشست ها و تظاهرات شاه اللهی ها و همین بی نتیجه بودن و همین که اینا میرن ایران که چیزاشونو که به صادره شده پس میگیرن. مصادره شده، داستان جالبیه، مصادره اسم فیلم است. دیدم توی دیلی موشن دو قسمتش میکنه، نمیدونم چرا بعضی هم هی نوشتن همه ی فیلم مصادره وقتی میری دو دقیقه تبلیغ بهت نشون میدن. این دیگه پس فطرت ها فقط میتونن این کارو بکنن. آمریکایی ها میگن How low you can go، یعنی چقدر میتونید پس فطرت باشید که با عنوان دروغ چهار نفر رو بکشید اونجا، اونم وقتی میاد کلیک میزنه، بله یک کلیک به شما اضافه شده ولی 100 تا فوش خوار مادر بهت داده. البته یه دوستی نوشته بود که یه نفر که کار پمپ به قول معروف یا جاکشی انجام میداد تو بازار داشت رد میشد، یه نفر بهش یه حرفی زد و این اومد بهش گفت که من شنیدم تو چی گفتی به من فوش دادی، ولی نگاه کن برای من این کیف پول مهمه، اینام برایشون اون تعداد ویزیتورا مهمه، چیزای دیگه مهم نیستن. خب ساعت 2:28 است، من ببینم پیام آقای چمنارا رو هم پخش کنیم، بعد بریم سراغ آقای مرتضوی از بوستون یا بوستون بزرگ. آقای چمنارا بفرمایید. درود بر شما آقای سربی عزیز، سهراب چمن آرا هستم. امروز این برنامه آقای دوست گرامی جناب آقای یزدان و خدابندلو در مورد آب و این چیزها نگاه کردم، واقعا به شما تبریک میگم که در مورد این موضوع در این به اصطلاح یک نهضتی شروع میکنید. اگر یادتان باشه آقای شاه بداغی بودند که اسمشان یادتان رفته بود که بعدا باعث دوستی ما شدید و اگر تلفن ایشان ندارید به شما میدم، ولی کسی که الان در این موضوع خیلی فعال هستن آقای مشتبه هاشمی رزوانی هستن، ایشان مقیم کانادا هستن، و دیگه آقای فراستی در داستان. بسیار ممنونم، من اشتباهی با آقای مشتبه هاشمی نجفی تماس گرفتم و اون فیلمی هم که شما دیدید ممکنه مال سالها قبل باشه، ولی چقدر خوب شد چون من به دوستان میگم شما امروز میای برنامه میذاری، اگه میخوای ماشین بفروشی، اگه میخوای خونه بفروشی، فکر نکن که تا صحبت کردی تلفنت زنگ میزنه و یه نفر میخواد. بعضی وقتا والا ما آگهی جی ال ویز رو چند سال پیش انجام دادیم، پولمونم اینا خوردن، پول ما رو ندادن. میدونم الان شما میگین این سربی هر وقت از یکی حرف میزنه میگه پولمون رو خوردن،
آقا میگه طرف ما رو واشناخته یا ما رو شناخته که ما مشنگیم، میاد بالاخره. ولی هنوز تا هنوز به من زنگ میزنن میگن ما میخوایم جیل باکس بخریم و فلان و بیسار. این برنامه آقای یزدان خدابندلو مال حداقل 3 سال پیشه. دستان ممنونم که نگاه میکنید، سر بزنید، ویدیوهای ما هزاران ساعت ویدیو داریم. بریم سراغ آقای جلیل مرتضوی و با ایشون باشیم، ببینیم نظر ایشون چیه. خیلی ممنون خانم بیگلوی عزیز. و بله دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی هستیم. قبل از اینکه خودش بگه و به رخ ما بکشه بستون بزرگ رو، ما هم میگیم ما از واشنگتن دی زی هستیم که همه نخودلوبیای توش هست و متاسفانه این آقا با کمترین رأی در تاریخ این دادگاه دیوان عالی رأی اعتماد گرفت. من ساکت میشم و میکروفون را در اختیار آقای مرتضوی قرار میدم. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید. آقای سربی اجازه بدید منم از باستان بزرگ با هوای بسیار پاییزی 58 درجه فارنهایت خدمت شما و بینندگان خوبتون سلام کنم و به همه دوستانی که از هر طریقی که این برنامه را میبینن و میشنون در سراسر دنیا عرض سلام و ادب و احترام دارم، به ویژه همیهنان در داخل ایران. آقای سوربی قبل از اینکه بپردازم به این مطلبی شما اشاره کردید و یکی دوتا مطلب دیگه، اولا دلم میخواد که از آقای پتیت یا به قول خودمون آقای پیتر که بیننده بسیار خوب این برنامه هستن و از اون نقدی که از کتاب من کرده بود، چند نفر در گذشته با من تماس گرفتند و کتاب خریدن از من، گفتن که این نقد آقای پیتر بود که توجه اینا را جلب کرد و منم به اینا گفتم که آقای پیتر با دقت خاصی این کتاب رو خونده بود که من ممنونم از توجهش و نقطه سنجی ایشون. به هر حال دوستانی که تا شنبه اگر کتابایی که از من خواستم به دستشون نرسیده حتما با من تماس بگیرن، چون مطمئنم که دستشون میرسه. چون من یه چیزی هم تو فیسبوک گذاشتم که گفتم من 11 کتاب دیگه مونده که برسم به اون هدفی که اول چیز کرده بودم، 500 کتاب، 11 تاش مونده و از وقتی که اونو گذاشتم یه استاد دیگه با من تماس گرفت که 5 تا کتاب اوردر داد، گفت تا الان دیگه 6 تا کتاب دیگه مونده. گفتم والا بعضی ها 2-3 میلیون میفروشن ولی ما با 500 تا آقا کتاب. من الان میخواستم بگم چرا مثل فخرآور دروغ نمیگی، بگی من 3 میلیون فروختم حالا 11 تای دیگه مونده. در هر صورت من امیدوارم که دوستان روی فیسبوک شما که الان نشون میدم بیان و با ما، وقتی گفتید تا شنبه فکر کردم تا شنبه میخوای یه حراج مخصوص بذاری برای بینندگان. اون کلمبس تی وی کم بود تموم شد. بله خب آره به هر حال ممنونم از شما آقای سوربی که مرتب این کتابو پروموت میکنی از طریق مردم تی وی و از دوستانی که توجه کردن و تماس گرفتن، بسیار سپاسگزارم از لطفشون. چون که از طریق خود من پرنت کتاب میخواستن، چون که از طریق آمازون اینو تهیه کردن از طریق همین صفحه الکترونیکی که میتونن دانلود کنن و اینا. به هر حال آقای سوربی چیزی که میخواستم اول خدمتتون بگم، اجازه بدید با این بحثی که شروع کردید یه اشاره بکنم. ببین اونایی که در هر جامعه ایرانی ایالت‌های مختلف برنامه‌هایی می‌ذارن، برنامه‌های فرهنگی، این برنامه‌های فرهنگی می‌دونی که روی علاقه هستش. اونایی که علاقه دارن واقعا عجیبشون هم خرج می‌کنن. چون من تو باستان سال‌ها در گذشته اون موقع که به هر حال با این چیزا اینوالو بودم، برنامه های مختلفی می داشتیم، بعد کنسرت های مختلف رو منیج می کردیم،
دوستا خواننده ها اینا تماس میگرفتن میگفتن آقا ما داریم میاییم، ما منیجشون میکردیم، موقع هم تو رادیو اینا که داشتیم آگهی میکردیم. مثلا یکی از کارهای فرهنگی که جمشید زرین قلم اگه یادت باشه قبلا واشنگتن بود، شنیده بودی خواننده خوبی هم بود؟ بله. ایشون میدونی که بچه های بوستون بود، چند سال اینجا یه برنامه داشت بنیاد دوستا شب شعر و سخن، بعد ایشون واقعا ماهی یه بار این کارو میکرد و زحمت میکشید و خیلی هم بعضی هم مثلا میگفتن آقا این خیلی آدم با نظمی ها، خیلی نمیدونم جدیه فلان، در صورت که اون جدی بودنش این برنامه رو مرتب کرده بود. از وقتی که ایشون از این ایالت رفت در ایالت دیگه کار گرفته بود کالیفرنیا، دیگه تمام شد اون برنامه، هیچ کی نتونست بذاره. گفتم بابا جون دیدی چقدر زحمت داشت، برای اینکه اون یک ارگانیزیشن خاصیه، با آدم ها تماس بگیر، برنامه فلان اینا، همینی که شما اشاره کردید با آقای شبستری داری این کار میکنه، واقعا روی علاقه است، پولی توش نیست. آقای مرتضوی بیاین فرض کنیم که پولی توش هست، چه اشکالی داره؟ اصلا اون درسته، ببین هیچ اشکال نداره، ولی من تجربه خودم با دوستای دیگه دارم میبینم که به یارو به خاطر پول این کار رو نمی کنه. چون وقتی که میذاره اگه بره مکدونالد هم پول بیشتری میسازه و هم دیگه دردسر نداره، فقط میره سرکار رو برمیگرده. منظور من اینه، نه که مثلا حالا یکی یه پولی بسازه، نه میدونم که اون وقتایی که چون من تو کنسرت بودم دیگه، آقا اون روزهای آخر ما انقدر با دوستا، یکی رو بفرست فرودگاه خواننده ها رو بیاره، یکی همه اینا، همه هم کار والنتیر، آخر سر چون علاقه داشتیم، دوست داشتیم فلان، پولی در کار نبود که ما اگر از اون طریق بتونیم زندگی کنیم. اگه بود دیگه اصلا همیشه باید این کار رو میکردیم دیگه، چرا این الان نمیتونه بکنیم؟ منظور من اینه. ولی شما درست میگید، یکی زحمت بکشه پولم بیاد دستش بیاد، چرا نه؟ بله. خوشحالم که شما هم این کار را انجام دادید. من دو بار اینجا به اصطلاح، یه بار برای آقای پرویز، دو بار برای آقای پرویز کاردان، یه بارم برای آقای بود از آلمان، الان اسمشون یادم نیست، برنامه تئاتر گذاشتم و همین که شما میگید چه درد سری داره. الان فکر میکنیم که خب شاید این امکانات اینترنت درد سر رو کمتر کرده باشه، مسئله پول گرفتن، پول دادن، ولی هنوز هم برای جامعه های کوچکی مثل ما همون جوره، بلیتو چاپ کن برو بذار دم مغازه های ایرانی، بعد روز فروش، روز کنسرت برو بلیت ها رو برگردون بیار دم در، بعد یه چند بار اینجا مثلا سالونا شماره نداشته، صاحب جلسه رفته 1000 تا تیکت چاپ کرده، یه نفر اومده یکیشو خریده برده از رو اون 500 تا چاپ کرده فروخته داده برای که اینا رو بریزه به هم. والا بعد اصلا ما که مثلا دستگاه مثل پول چاپ، تازه پول چاپ کردن هم قلابیشو درست میکنن، حتی دولت ها حریفش نمیشن. ولی منظور من به تنگ نظری این خانم بود که خب خانم شما هم برو تو ترکیه هر روز جشن مهرگان، جشن تیرگان، جشن نمیدونم شهربرگان، هر چی دلت میخواد بذار، ولی وقتی نمیتونی، موفق نیستی، دیگه به دیگران تهمت نزن. چون من میدونم که اینا پولی نمیگیرن، حتی از وقت خودشون، از جیب خودشون هم خرج میکنن. من ساکت میشم. باز مثلا اینجا دوست منو باز منو مجبور کردی یاد یک داستان انداختی سر همین کنسرت ها. موین دوست خوب ما برای اولین بار اومده بود باستون، فوق العاده مورد توجه قرار گرفته بود. حالا اون موقعی مال مثلا 20 و شاید بگو 5 سال پیشه. بله. بلیت 25 دلار بود. خلاصه ما برای بچه‌ها رو گذاشته بودیم که دمه در، چون اینجا می‌بینید خیلی هم دوست دارن که ماشاءالله کلک بدم و مجانی بیان تو اینا، دیگه نمی‌دونم بابا آننده با این تشکیلات زندگیش فلانش، کل سالون همه اینا، اینا میفهم میکنن که مثلا یارو میاد اون آدم ها رو میبینن همش استفاده این داره میبره. خلاصه ما یه تدابیر امنیتی گذاشتیم واقعا، چون دیگه نمیخواستیم کسی مجانی بیاد تو. آقا وسط برنامه مثلا ساعت 10:30 بود، برنامه شروع شده بود،
یکی از بچه ها دم در اومد گفت آقا دو تا خانم اصرار دارن که شما رو باید بینن دم دره، مشکل داره. ما گفتیم که باش. خلاص من اومدم دم در، سلام علیکم بفرمایید، من مرتضی. گفت حالا ما از راه دور اومدیم، بعد بلیتمون رو تو خونه جا گذاشتیم. حالا خونهشون مثلا اون آدرسی که میگفتن یه ساعت رانندگی بود. بعد گفتم که خیلی خوب اشکال نداره، من میگم که شما کدوم از کی خریدید بلیتتون رو، از فلان مغازه. گفتم خیلی خوب، اون دوست خوبمون که امشب اینجاست من میگم شما دو تا بلیت بگیرید با همون پیش فروش 25 دلار، من اسم شما رو میدم به این آقاه مغازه دار، شما هفته بعدی هر موقع اومدید اونجا بلیتتون رو میارید، پولتو از اون میگیرید. بعد این گفت این چجوری میشه؟ گفتم خانم خیلی ساده است، شما پول میدین میایین تو میدین پولتون از اون آقا میگین، چون بلیتتون رو باید اونجا بدین دیگه، منم بهشون میدم. خلاصه گفتم این تنها چیزی، گفتم کنسرت مال من نیست، من فقط مدیریتشه. ولی عجب فکر بکری به مغزت رسیده. من حالا گوش کن، حالا جالبه که من گفتم و تشکر کردم اومدم تو. بعد اون دوستی که اونجا واسده بود بعدم گفتم خب چی شد اونا؟ گفت والا به هم دیگه نگاه کردن و فلان، خیلی هم شیک و پیک پوشیده بودن. خب اونا فکر کردن که با این عشوهی که میام برای تو دیگه نمیدونستم و تو نمیبینی با این عشوه. خلاصه گفتم والا تنها راهش همینه، اگه واقعا صداقت داد خب بلیت میگیره میومد تو، منم که اسمشو میذاشتم تو مغازه و هفته بعد یا روز بعدش من پولشو میگرفت اگه واقعا داستانشون واقعا. بعد دیدن که نه واقعا اومده بود با اون داستان، با اون شیک. آخه ببین کسی که تو شیک میپوشی، تو خانم جوان مثلا 30-35 ساله، آخه برای من اصلا عجیب بود به خاطر 25 دلار این داستان رو میخواستم بسازن. اگر واقعا صداقتی بود خب باید پیشنهاد من قبول میکردن. خلاصه منظور من که حتی یه دی براشون افتخاره که یه برنامه باشه با کلک برن تو. آخ بابا جون کنسرت چیز واجب نیست قربونت، میگه غذا نیست نون نیست میگه منم باید بخورم. کنسرت یه چیز تفنی، هر کسی من اصلا کنسرت اینجا باور کن اگر خودم منیج نمیشم امکان نداره برم، برای اینکه از سرصدا خوشم نمیاد، سرصدا من اذیت میکنه. یکی میخواد با من حرف بزنه باید آقا توی خیلی داد بزنیم فلان کنیم. خلاصه ببخشید زیاده روی کردم در این مورد، فقط چون شما هر موقع حرف میزنید من یاد چیزایی میندازیم مجبور بشم که بگم. به قول آمریکایی‌ها اونی که میگه been there done that، یعنی تو این موقعیت بودم و انجام دادم. خب آقای مرتضوی، این آقا با کمترین، برای رئیس جمهوری که کمترین رأی به اصطلاح پابلیک، یعنی همه چیزا ماشاءالله شماره یک از در عقب، به نظر شما چی میشه؟ آره. حالا ببین آقای سوربی، اتفاق خیلی عجیب و غریبی در واشنگتن میفته و ما برای اولین بار تجربه میکنیم. یا آقای میاد، یا خانم دکتری میاد جلوی آدم و عالم میگه یه همچنین جریانی بوده، ایشون به من تجاوز کرد و فلان اینا. میخواسته تجاوز کنه. به هر حال اون یه نوع تجاوزه دیگه، یارو رو ورداری بزنی اونجا دست رو بزنی میخوایی لباسشی در بیاری، به هر حال این یه چی هر چیزی که ببین آقای مرتضوی مخصم من و شما که تو کار تلویزیون هستیم حتما دیدی استیون کولبر همه جوکا رو میگه، آخرش میگه eligible، یعنی چی میشه؟ یعنی ادعا میکنن، یعنی ادعا میکنن. اینم خانم ادعا میکنه که این میخواسته من تجاوز کنه. درست، ما رو اینجا دردسر ننداز با این ترام. نه میفهمم درست میگی. بعد این خود البته آقای ترامپ اون شب اولش خب تعجب کرده بود که این خانم تستمانی شقدر خوب بود که میگم به دوربریاش گفته بود چرا به من نگفتی چی وزدت کد. ولی اون شب یه توییت زد گفت بابا اگر یه همچون اتفاقی برای این خانم افتاده بود 30 و چند سال پیش، اگر خودش یا خانواده محترمش چطور به پلیس نگفتن؟ خب این سوال در میان این طرفدار آقای ترامپ بود. آقای ترامپ راست میگه. بعدش هم که آقای ترامپ رفت اون رلی، اونجا اومد مسخرهش کرد گفت بله این خانم
ازش میپرسن کی بوده نمیدونم، با کی بوده نمیدونم، کی تو را برده، فقط چیزی که میدونم بله این آقاست. خلاصه همه این کارا را تا اون دقایق آخر واقعا نمیدونستن که ممکنه این نتونه این رأی اعتماد بگیره. ولی اون خانم وکیل، اون خانم سناتور از ایالت مین، سوزن کالن، ایشون فکر میکنم که تنها برگ برنده این آقا، و ایشون هم توضیح داد واسه همینه این همه جنجال به پا کرد، چون اول تمایل داشت که به این طرفداری از اون خانم بکنه، برعلیش رای بده. خب میدونید چرا آقای مرتضوی؟ تمام این از شب هم دختر ترامپ هم خودش به اینا زنگ میزنه، اینا رو دعوت میکنه، باهاشون صحبت میکنه. بعد راجع به ترامپ این که گفته بود من این خانمه خیلی قشنگ صحبت کرد، باورش میکنم. ترامپ یه آدم چند شخصیتیه، آدم این نیست که بتونه تصمیم درست بگیره. الان هم که گند پولاش بالا اومده نشون میده این یه آدم درستی نیست که به قول آمریکایی‌ها سلف نمیدونم میلیون، خودش سلف مید بوده و خودش به اینجا رسیده. اینه که حرف اونه که گوش داده گفته این درسته. بعد که اون آقا اومد با شور و توپ و هیجان که اینجا سیرک هست و درست همون چیزایی رو که اون آقای ترکی بود 27 سال پیش گفت اونا رو گفت، ولی این با خیلی هم یه دوتا هم دوبارم گریه کرد و اینها، ترامپ هم 3-4 روز هیچی نمیگفت و همه میگفتن چقدر این دفعه مثل آدم داره عمل میکنه. معلوم شد که دوربریاش بهش گفته بودن هیچی نگو. آقا همچین که رفت داخل دوستانش، اونجا که میره مثل اسبی که، یا ببخشید سگی که شما میبریش تو پارک سگا، لیششو برمیداری میپرن رو هم بازی میکنن، این اینا رو که میبینه خوشحال میشه. بعد هی وایساد همینو گفت و شبش، حالا اگه خواستید من لینکشو براتون میفرستم، آقای استیون کوربر اومد یکی یکی گفته که من که نمیدونم چند سال پیش بوده، خانومه رو گذاشت 36 سال، من که نمیدونم کجا بوده، گفت کانتری کلاب با فاصله خونمون، من که نمیدونم کیا بودن، گفت اینو اینو این. بعد این ماجرایی که ترامپ میگه اگر همچین چیزی بود حتما میگفتن، تمام اینایی که روانشناس و تو کارهای چیز سکس و اینا هستن میگن بیچاره کسی که مورد آزار جنسی قرار میگیره اول خودش رو محکوم میکنه، بعد به خاطر این مثلا همین خانمه گفت من گفتم اگه به خانوادم بگم خب دیگه نمیذارم من با این دوستان برم بیام. یعنی هزار و یک مسئله هست، ولی ماجرا دقیقا درست میگه. ببین اتفاقی که افتاد، اولا میدونید که این خانم یک قدرت عجیب و غریبی که داشت، بسیاری از خانمهای معروف را تشویق کرد که بیان تجاوزی که به اونها شده بنویسن. حالا دو نمونه من خدمت میگم. پدی دیویس، دختر نانسی و رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق امریکا. پدی دیویس در روزنامه واشنگتن پست در دفاع از این خانم گفت ببین 40 سال پیش به من تجاوز شد. من رفته بودم تو یکی از مدیران شرکت موزیک رو در کالیفرنیا ببینم که اون راجع به این آهنگی که داشته پروموت میکرده، گفت اون آقا یه جوری برنامه رو طور کرد که من 5-6 بعد ظهر برم پیشش، در اون موقع دیگه تو ساختمان کسی نبود، به من پیشنهاد کرد که بیا با هم کوکین بزنیم، که من گفتم نه، من گفت نه که من اهل دراگ نبودم، این مال 40 سال پیش. بعد میگه یک دفعه پرید روی من، همونجا به من تجاوز کرد. میگه من اینو، این خانم یعنی دیگه آدم معروفیه دیگه، دختر رونالد ریگان و نانسی ریگان، میگه من 15 سال به هیچکی نگفتم. خب این یه نمونه. نمونه دومش خانم، یادتون باشه اون خبرنگاری که برای CNN کار میکرد بعد با CBS اینا، کانی چانگ، همون چینی، بله بله، یاد باشه کسی بود که برای اولین بار کوانکر دن ردر شد در CBS. خانم کانی چانگ، بله، که اول با CNN شروع کرد. خانم کانی چانگ
میدونی که چینیه، چون در امریکا متولد شده، گویا پدرش نمیدونم کاردار سفارت چین بوده یا سفیر بوده اون زمان. ایشون در مقاله مفصل، اونم دیتیلا در واشنگتن پست، گفت خانم دکتر فورتو باعث شدی که من برای اولین بار از تجاوزی که به من شده اینجا حرف بزنم. بعد میگفت تقریبا 20 سالش بوده توسط دکتر خانوادگی رفته بود برای معاینه، میگفت دکتر خانوادگی به من تجاوز کرد و من از ترسم به هیچکی نگفتم و حتی برای سالهای سال که از اون خیابان از اون جلوی به اون ساختمان رد میشدم هنوز این تو ذهنم مونده بود، ولی شما باعث شدی که من بیام. الان خانم کانیچانگ بکنم 70 یا 71 سالشه. یعنی ببین، یک حالا درسته که آقای کاونور برنده شد، به هر حال قوانین همینه دیگه، یه رأی هم بیاره یه رأی میاره، ولی در تاریخ امریکا از سال 1881 به این بر اولین باری که سوپریم کورت، یعنی قاضی سوپریم کورت، اینجوری با یک رأی تونسته به دیوانی عالی کشور بره. یعنی خیلی اتفاق زیاد جالبی نیست. الان هم یکم دارن صحبت میکنن اگه بشه عوضش کنن، هم برگرده مثل که قبلا 60 میگه. حالا اینو دارم میگم دیگه، میگم این از دو حالت خارج نیست. این باعث شد یا طرفدارای آقای ترامپ واقعا سفت و سخت برن دنبال رأی دوباره هر دو مجلس بگیرن، یا دموکرات ها بیدار شدن که یک رلی بزرگ در سراسر امریکا به وجود آوردن که بتونن یک یا دو مجلس، باید دو مجلس بگیرن که 100% یکی از اینا رو هم جاجو میتونن استثناء کنن، بیرونشون کنن، و هم آقای ترامپو، به شرط اینکه هر دو مجلس رو بگیرن. و با یک مجلس نمیشه، ولی با گرفتن مجلس سنا بله، خیلی چیزها رو میتونن بیارن توی مجلس مطرح کنن، تقاضا کنن، خیلی تا ممکنه بیفته. به همین خاطر آقای مرتضوی الان این آقای ترامپ افتاده توی آب جوش و هر روز میره این ور اون ور و هی به منام میگه، میگه که این انتخابات رفراندوم برای من، به خاطر من بیاین. و شما خیلی قشنگ درست میگی، امیدوارم این دموکرات ها یک کمی تکون بخورن. حتی این آقای چیه مال نیویورک شو گفت که آقای چاک شومر، یا گفت که این اگه ناراحتید باید ناراحتیتون رو نگه دارید تا یه ماه دیگه بیاین توی انتخابات شرکت کنید. حالا من امیدوارم طرفدارای ترامپ بگن خب ما هر چی خواستیم گرفتیم، برن سراغ کارشون. دموکرات ها بگن ما نگرفتیم، دلیلش هم این بود که ما در انتخابات شرکت نکردیم. هم خانم ها هم اونایی که آقایونی که مثل من نیومدن شرکت کنن این بار بیان. و امیدوار که میتونیم باشیم فعلا تا 6 نوامبر. ولی آقای سوربی، اتفاق جالبی همین جریانات و بودن آقای ترامپ از انتخابات خودش به این بر یه چیز رو ثابت کرده که مردم امریکا دیگر قول هیچ گونه همه پرسی اینا رو نمی، چون اون همه پرسی ها باعث شد که یه دهی اصلا نرن رای بدن. گفتم بابا این دیگه برنده نمیشه ترامپ دیگه، واسه چی بی خودی این بلنشم برم رای بدم، دیگه دموکرات ها بردند و فلان اینا. ولی این دیگه باعث شده شما میگه اگر واقعا ناراحتی عصبانی هستی از این اتفاقات نگردار، بعد در ماه نوامبر تو این انتخابات حتما برو رأی بده. واسه همین جمهوری‌خواها سعی میکنن در ایالت‌های جمهوری‌خواها برای مردم پاپوش درست میکنن، میگن آقا شما اگر آیدی واقعی نداشته باشی یا باید گاورمنت آیدی باشه فلان اینا نمیتونی رأی بدی، که دموکرات ها میگن آقا این سالهای سال اسم داره، آدرس داره، رأی داده. حالا برای این میدونی که خیلی نمیتونن برن آیدی بگیرم، بعضی ایالت ها میگن باید شما دو تا آیدی داشته باشی تا یه آیدی بگیری. یارو میگه من ندارم، باید بره دنبال برث سرتیفیکیت. همه اینا خرج داره، یه عده آدمایی هم که هستن واقعا این خرجا رو نمیتونن بدن، بنابراین گیواپ میکنن، ول میکنن. ولی دموکرات ها میگه ببین اگر این راهو بریم
اگر شما اون روز در صندوق جلوی صندوق ظاهر نشی، رأی ندی، انتظارتون بیش از این نباید باشه. من فکر میکنم که این یک بیداری خوبی بود برای دموکرات ها اگر واقعا تعدادشون زیاده. حالا انشالله ببینیم نوامبر چی میشه. خیلی ممنون، ممنونم از شما. اگر صحبت دیگه ای دارید بفرمایید. بله آقای دکتر، من یه صحبت دیگری دارم که شما حتما در مورد این جاهای دیگه تمام رسانه ها نوشتن. میدینی که کالیفرنیا اگه نگاه بکنید این رسانه های فارسی زبان همیشه از این محمد ابن سلمان انقدر تعریف میکنن که آی ایشون دیگه شده واقعا یه قهرمان ملی، چه آزادی به وجود آورده فلان و اینا، به زنها اجازه داده میتونن راهندگی کنن، ولی زنها هنوز بدون اجازه پدر شوهر فلان نمیتونن برن تقاضای راهندگی بکنن. ولی همه اینا، ولی دیدیم که یک جورنالیست بسیار معروف عربستان، شما همه جا دیدی، آره، آقای جمال قشوقی. این آقای جمال قشوقی میره کنسولگری. من اول اشتباه کردم با اون دیلر اسلحه، ولی بعد فهمیدم که اتفاقا آره یه اسمی چیز داره، اون خود کرد دیگه، میدونین بله نمیدونم 80 خوده دقیقم، حالا نمیدونم فامیل داشتن یا نه. به طور کلی از نظر طوائفی به هم نزدیکن، چون اون هم فلسطینی تباره، این هم فلسطینی تباره. آقای جمال قشوقی واقعا آدم اینا رو میخونه میشنوه فوق العاده وحشتناکه. برای اینکه اولا اینکه چرا ایشون این اتفاق براش افتاده و چه دفاعی هم از ایران میکرده، حالا اون مقاله ها یکی دو تاشو من اشاره میکنم که این خیلی جالبه. اولا اونایی که آقای جمال قشوقی رو نمیشناسن خدمتشون بگم که جمال قشوقی یه جورنالیست بود، در ایندیانا استیت یونیورسیتی تحصیل کرده بود، بعد الان هم 59 سالش بود. ایشون وقتی در عربستان فعالیت کرد فوق العاده مورد توجه بود، یه زمانی سردبیر الوطن بود، سردبیر العربیه بود، و بعد از اون حتی شد مشاور رئیس امنیت عربستان ملک ترکی الفیصل. ترکی الفیصل یه زمان سفیر عربستان در واشنگتن بود و هم در لندن شد بعد، و ایشون مشاور این ترکی الفیصل بود. یعنی کسی که مشاور رئیس امنیت یک کشور باشه یعنی به دستگاه اینقدر نزدیک بوده. ولی یک سال پیش این حرکات محمد ابن سلمان رو میبینه ناراحت میشه، میگه که محمد ابن سلمان، اینا رو در مقاله هایی که تو واشنگتن پست نوشته بود داره میگه، میگه وقتی در ایران تظاهرات شد، مردم ایران تظاهرات میکردن، تمام رسانه های محمد ابن سلمان چه در داخل عربستان چه بیرون از این تظاهرات حمایت میکردن و بهبه و چهچه. بعد ایشون میگه که این باید به ایرانی ها تبریک بگیم، به خاطر اینکه مردم عربستان این حق رو ندارن تظاهرات کنن، ولی از تظاهرات شما حمایت میکنه دولت عربستان. این خیلی جالبه. در یه جای دیگه هم از دولت عربستان باز انتقاد میکنه که جنگ یمن برای چی، کشت و کشتار مردم فقیر، بچه های گرسنه برای چی، تو چی کار میخوای بکنی. در جایی دیگه انتقاد میکنه چرا بر علیه قطر شمشیر کشیدی، تنها گناه قطر اینی که با ایران دوسته، آخه این که نشد. حالا بسیاری از چیزهای دیگه، ولی ایران یکی از مهمترین به حساب خط قرمز عربستان بودی که ایشون مرتب در واشنگتن پست راجع به این می نوشت، و یه سالی بود که موقعی واشنگتن شده بود، می دونید که تویترش هم 1,600,000 طرفدار داشت. حالا اینها چه نقشه‌ای برای این چیده بودن؟ ایشون طلاق گرفته بود، بعد
با یک خانم ترکیه آشنا میشه، با اون نامزد میشه، ترک مسلمان. تصمیم میگیره که بره تو استانبول زندگی کنه، اونجا فعالیت بکنه. برای اینکه در قانون ترکیه باید اون طلاقنامه رسمی از اون کشور دیده بشه تا عقد خونده بشه، ایشون یک هفته قبل میره. همه میگن بابا مواظب باش نباید بری. گفت بابا من میخوام کاغذ بگیرم از این، آخه این که نمیشه. میره کنسولگری، اونا میگن باش اشکاری نداره، ما برای دیگران این کار نمی کنیم، باید بره عربستان ولی برای شما می کنیم. پرسش نامه اینو پر میکنه، میگه سه‌شنبه آینده بیا این کاغذ رو بگیر. حالا سه‌شنبه آینده میشه دوم اکتبر. این تفلک با توجه به اینکه اونجا چیز کرده بودن، دوم اکتبر میره کنسولگری عربستان سعودی در استانبول. مثل که باتری شما قطع شد آقای مرتضوی. باید یادم باشه چون تلفن دستی استفاده میکنن، مثل مال ما که تو چارجه، شما هم بذارید تو چارج. و این ماجرای جمال قاشقجی من رو یاد آقای جلیل بهار انداخت، چون حالا دنبال داستان اینه که وقتی میره اونجا سفارت عربستان در ترکیه، که همین آقای اردوغان هم گفته که باید سفارت رو بگردیم، که اگه مرد حسابی اینا تو سفارت کشته باشنش، خب سوار یه ماشینش میکنن میبرن میندازن یه جای تیک تیکش میکنن، گوشتش هم میندازن جلوش شیر و پلنگی که خودشون دارن. حالا بعدم تو سفارت اینا تو حق نداری بگردی، چون اون مسئولیت سیاسی و اینها داره. در هر صورت وقتی میره، حتی مثل که به نامزدش اجازه نمیدن بره داخل، نامزدش بیرون وای میسه و این میره داخل. هر چی وای میسه میبینه خبری نیست. و الان همین چند روز گزارش دادن و میگن به اصطلاح احتمالاً سفارت عربستان در ترکیه، و این هم این رسم دولت‌های دیکتاتور و اینها هست که اینجوری عمل میکنن، به هیچ قانونی پایبند نیستن. این یه پسر جوان چیزی که حالا میخواد تظاهر کنه یک سری آزادی‌های سطحی، مثلا آزادی داده به یک به خانم‌ها که رانندگی کنن، ولی خانمی که به خاطر رانندگی که از استرالیا رفته بود اونجا گرفته بودن چند مدت زندان بوده، هنوز اجازه نداره حتی عربستان بره. خیلی کارشون بده. جای خودش هم بود، لطفاً بیشتر توضیح بدهید. آقای اکبری عزیزم، وقتی میگی توضیح بدهید، من نمیدونم راجع به چه موضوعی. من حداقل 20 تا موضوع تا حالا گفتم تو نیم ساعت. با آقای مرتضوی حداقل 4-5 تا موضوع دیگه است. من نمیدونم شما یک کلمه اگر بیشتر بنویسید چقدر از عمرتون تلف میشه، که حالا من عمرتون رو اینقدر تلف کنم ازتون سوال کنم آقا درباره چی؟ درستان نمیدونم. جای خودش هم بود، لطفاً بیشتر توضیح بدهید. جای خودش هم بود، والا من باید وقتام گفتن طرف امامزاده باید باشه یا کف دستشو بو کنه. توی این هین و بین به فرخ بودن، خب اینم یه اشکال دیگه است. شما و فرخ اینجا نباید با هم صحبت کنید، شما باید تو قسمت پیام. دیدید من حتی به شما و دیگران احترام گذاشتم، اینجا ننوشتم. بابا من نمیدونم دیگه، یه چیز ساده ای رو ببینید. شما دو نفر اگه میخوان صحبت کنید، وقتی یه نفر داره اینجا صحبت میکنه بهش میگی فرخ جان بی بریم بیرون، میخوام یه مطلبی رو بهت بگم. میبریش بیرون، بیرون از اینجا اون پیام خصوصیتونه. ما داریم راجع به آقای ایران بومی صحبت میکنیم، راجع به جشن مهرگان صحبت میکنیم. فرخ نوشته که آقای دکتر ایران بومی اگه بهش زنگ میزنی $150 ازت میگیره. از شما $150 گرفته، یا اینکه شما که زنگ زدی گفته اگه میخوای صحبت کنم باید $150 بدی؟ این دوتا فرق میکنه. یه جایی هست میگه شما زنگ که بزنی به این شماره $20 چارجت میکنن. شما وقتی زنگ میزنی حتی به اداره تلفن نمیتونی بگی این $20 منو پس بده. میگه کجا دیدی؟ میگه اینجا. میگه بخونش برام چی نوشته. میگه نوشته اگه زنگ بزنی $20 چارجت میکنی. میگه خوندی؟ ببخشید نمیگه دستت بشکنه، میگه میدونستی زنگ زدی. ولی یه جایی هست میگه شما زنگ بزن مشاوره اولی مجانیه. اون فرق میکنه.
آقا به زور که ازت پول نگرفتن. مکدونالد تابلو بزرگ میزنه ساندویج $1، شما دوست داری میری اینجا، دوست نداری میری اون، و رستورانه میاد منیوشو میذاره جلوت، نگاه میکنیم اینه ای داد بیداد نوشته یه همبرگر $20، فرنچ فرایز اون سیب زمینی پختم کنارش اینقدر، شما اجازه داری بشینی اونجا اوردر بدی بخوری پول بدی، یا اجازه داری بگی که ساری قیمتش زیاده بدی بری، اجازه بدی من اینا رو پاک کنم. اصلا واقعا من دیگه دارم کم کم عاجز میشم از دست این فیسبوک، و حالا میفهمم که این 2 سال سن پتیک از من زیاد بودن چقدر تجربه داره، اصلا سراغ فیسبوک نمیاد، نیومده و میگه this is اتلاف وقت. بله خیلی از شما میگید خب آقا به اینا محل نذارید، آقا اینا دوستای منن، نمیشه محل نذارم. فرخ دوست منه، چشم تو چشمیم، سالها همدیگر میشناسیم. آقای اکبری حالا چشم تو چشم نیفتادیم، بالاخره همدیگر میشناسیم. آدرسی که میده، نشونیایی که میده، سینمای دمکلی و نمیدونم دو تا چیزی دیگه که میگه، وجه مشترک داریم. با کسی که وجه مشترک داریم که نمیشه ما بهش چیزی نگیم. بذارید بله وبسایت دکتر را چک کنید. آقا من چه کار دارم؟ پاک کن اینا عزیز من، من چه کار دارم؟ نوشته دوست داری برو، طرف زنه عکس یه دختر جوانی رو شب نشون میده، نازم میکنه، میگه شما اگه به من زنگ بزنی دقیقه 3:99، من چه کار دارم؟ شما زنگ میزنی دقیقه 3:99 هم بده، من چه کار دارم برم دکتر ایران بومی رو وبسایتش رو چک کنم ببینم به شما گفته پول یا نه؟ به شما گفته آقا میخوای بیای و وقت بگیر بیا اونجا $150، نمیای با تلفن مثل اینکه اونجا هستی. عجب ماجرای گیریم. اجازه بدید من اینا رو پاک کنم. جای خودش هم بود و نمیدونم، لطفاً بیشتر توضیح بدهید و ایداد بیداد به فرخ بودم. و خب این ببینید اینجا ما 4 تا پیام وای میسه بغل این صفحه. بذارید من اکثر اگه بشه بهتون نشون بدم. خب یک شب آقا فرخ گرفته 2 خط نوشته، بذارید بهتون نشون بدم که یه وقت آخه بعضی از دوستان همین ماجرایی که این دوستمون گفت که طرف کنسرت میذاش خیلی هم سخت گیر بود، بعضیا میگن آقا شما خیلی سخت میگیری همه دوستانت میرن. ببخشید آقا این دوستان برن برای من فرقی نداره، من نه بیکار میشم نه نمیدونم پولی از دست میدم، نه الان که هستن من سودی ازشون میبرم، ولی میخوایم یه چیزی با همدیگه یاد بگیریم. بذارید این تصویر کامپیوتر شماره 3 ما هست، شما ببینید من آمدم برنامه رو گذاشتم اینجا، حالا وقتی اینجوری نشون میدم اون به این به اینجاش کاری نداشته باشه، شما به این بغل کار داشته باشه. 4 نفر 5 نفر میتونن اینجا چی بنویسن؟ یکی بفرما در جواب خانم در ترکیه بود. من چه میدونم شما در جواب خانم در ترکیه اینجا مینویسی، باز اشکال از شماست. قشنگ بنویس که در جواب اون خانم از ترکیه آقای ایران بومی $150 میگیره. ولی خب اون خانمم وقتی کسی به این پررویه که به این سادگی تهمت میزنه، حتما میگه خب همون $150 میخواد بگیره، کسی نمیره، میاد جشن مهرگان را میندازه. برفرض که اینجوریه، آقا بنده تلویزیون را انداختم میبینم یه اونشتی آدم گداتر از خودم، بیپولتر از خودم، بیکارتر از خودم اینجا هستم، چه اشکالی داره که برم بگم این هفته بیاین سر قبر بابای من، هر کی خواست بیاد سر قبر بابای من $10 باید بده. شما یا میای یا نمیای، من نمیدونم ما چه ملتی هستیم. اجازه بدین اصلا برنامه رو قطع کنم برم دنبال کار زندگی، والا بریم یه جایی پولی بسازیم. این دوستمون گفت آقا میتونه بره تو مکدونالد کار کنه. مکدونالد چیه؟ این روزا که اوبر، هر کدومتون ماشینتون دم خونه وایساده الان دیگه نمیخواد برید شما رانندگی کنید، میتونید بدینش به این اون کرایه. خب آقا منی که نشستم اینجا 2 ساعت از 1 ساعتم قبلش بیا چراغ روشن کن، دوربینت اینجوری باشه اونجوری باشه، این عمر منه، این وقت منه. بله مگه شما به من گفتی برم باز کنم؟ نه، ولی الان که میای اینجا احترام این محل رو بذار. آقا من به فرخ بودم، فرخ به اون خانمه بوده که تو ترکیه هست که الان برنامه ما رو نمیبینه، چون از صبح که براش نوشتم حتما اونم به تریش قباش برخورده، یا اگه قبل پاش نبوده به شورتش برخورده که چرا آقای سربی به من توهین کرده. بابا ملت بدی هستی. خب شماها دوستای منی، والا بلا اون بدبخت احمق شاه اللهی که زنگ میزنه فوش میده آدم احمقیه،
و الا من احتیاج به دشمن ندارم. شما دوستان کار دشمن رو هم به خوبی انجام میدید. نمیدونم والا. دکتر شهرام ایران بومی مهگان، آقای ماز جبرانی 16 نوامبر میاد اینجا، ویدیوی شاه به انقلاب اسلامی حسن قزایی برام فرستاده. آخ آخ، تصادفی که 20 تا کشته داد. این فرخ چون اینجا کار کرده میدونه. آقا یه ماشینایی، حالا من ماجرای لیموزینم بگم، اصلا بحث عوض کنیم. کاش من اصلا اینو ببندم یا یه تیک کاغذ بچسبونم اینجا. آقا take it easy، چشم، اگه شما بذاری در جواب خانم اینا رو لطف کن خودت بردار. آقا دیگه حالا اعصابمون به قول دوستان ریدین توش بس. ببینید اینجا من براتون بگم، خب من تو ایران لیموزین ندیده بودم. ماشینای نمیدونم اوزموبیل مال اشرف دیده بودم، یه آقایی به نام غلام خریده بود که نقاشی داشت تو شیراز. هر وقت این ماشین دراز سوار میشد هی افتخار میکرد که این ماشین مال اشرف بوده. همه اونم بهش گفتیم بابا این تا مال اشرف بوده خوب بوده، مال تو که همش ما باید بیام هولش بدیم روشن بشه. کسی که ماشین اشرف رو میخره براش یه باتری هم میخره. بمان این ماشینای اینجور. من یادمه همون سال 86 که اومدم اینجا، یه روز مثلا پنجم ششم هفتم هرچ، یه ماشینی خریده بودیم داشتیم ترتمیز میکردیم و اینا، داشتم اینو میشستم، یه ماشین بزرگی اومد وایساد. این خونه داداش من بود، اون ماه اول من اونجا بودم. یه ماشین بلندی اومد وایساد، شیشهشو کشید پایین و به من گفت که میدونید مثلا لینکلن یا اونیو کجاست؟ گفتم اینجاست. گفت منزل فلانی، هنوز اون موقع 30 چند سال پیش این نویگیشن و نویگیتور و فلان اینا نبود، هنوز مردم با هم حرف میزدن، آدرس میپرسیدن. میدونی مثلا منزل شماره فلان؟ من نگاه کردم گفتم والا این میدونه شماره این 911 است. جالب، شماره خونه داداش من اینا 911 بود، همون 911. گفتم میدونم این 911 است، حالا از این ور پایین کم میشه یا از این ور اینا رو بعد که یاد میگیری میفهمی که این ور خیابون اگه فرده اون ور زوجه، از این ور اگه میری کم میشه، از این ور اگه بری زیاد میشه، بستگی به شمال و جنوب و شرق و غرب و اینا داره. بعد گفتم صبر کن. اون موقع دختر داداش ما هنوز ازدواج نکرد و بچه ای بود، کوچولو بود. رفتم بهش گفتم که عمو بیا اینجا، این آقایی یه سوالی داره. اولا من درست متوجه نمیشم، بعدم اینجوریه. بعد بهش گفت که آره اتفاقا من میدونم اونجا هستن، برو اینها. رفت بهش گفتم این چی بود؟ ماشین مرده کشی بود. خندید. از اون روزم دیگه برای من دست گرفته بود که عموی من به ماشین لیموزین میگه ماشین مرده کشی. حالا چرا؟ یه سری ماشینای لینکلن و اینها که الان این ماشینای هامر و اینا رو هم برداشتن بزرگ کردن میکشنش، اینا رو استرچ میکنن میکشن. اولا این ماشینا رو وقتی میکشن خدا میدونه تو کدوم کارگاهی کی اومده، دیگه از اون استانداردهای بان چیز خبری نداره. به اصطلاح 484 اینا همش، گفتم از این به بعد تلفن‌های ما همش شده تلفن‌های مارکتینگ، هی زنگ میزنه اگه اینو میخوای به فلان، اگه نمیخوای نور رو فشار بده که ورد داریم، نورم که فشار میدیم میزنه. برگردیم به این ماجرا. دیروز یه خانواده‌ای که جشن تولد 30 سالگیشون بوده، دوتا بچه دارن، با یه خانواده دیگه اونا قرار گذاشتن، همینجوری دوستاشون رو صدا کردن، 18 نفر یا 17 نفر با راننده لیموزین، 18 نفر، دو نفرم تو خیابون عابر پیاده، همه کشته شد. برای چی؟ برای که این سراحی که اونجا هست یه سراح خطرناک. تو آمریکا هم این جاده ماده ها و اشکالا رو درست نمی کنن تا موقعی که مگر یه نفر کشته بشه، خانوادهش کسی بره سو کنه دنبالش بگیره و فلان و اینها. و این 18 نفر جوون با راننده لیموزین با دو نفر دیگه کشته شدن. حالا ببینید چند تا خانواده اصلا متلاشی میشه. همین الان گفت مشکل بزرگشون اینه که الان این 3 تا بچه رو کی نگه میداره. حالا این لیموزین ها چی؟ چون من خودم کار لیموزین کردم و اینا هم میدونم. حتی به من گفتن از این لیموزین های بزرگ میخوای؟ گفتم نه، من ماشینی که کارخونه داده بیرون من اونو رانندگی میکنم، چون اون از یه سری استانداردهای گذشته. این روزا همشون درهای بغل ایربگ داره، صندلیا سیت بل داره، اینا میان اینا رو برمی‌دارن خالی میکنن، به جاش نمیدونم لیوان شراب میذارن، چراغ نئون میذارن، از این جای دستمال کاغذی میذارن. من همیشه از این لیموزینا بدم میمده.
بله، یه نفر که کارش تو مجلسه وقتی زنگ میزنه یکی از اینا میاد همین ماشین های مرده کشی جنازه رو برمی داره میبره. ولی یادمه یه بار بچه های ما حالا یا 30 سالگی ازدواجمون بود یا 50 سالگی خودمون بود، هرچی، اینا دوتا با هم قرار گذاشته بودن برای من لیموزین گرفته بودن که با همسرم بریم. از این بچه ها سورپرایز میکنن آدم، خدا نصیب گرگ بیابون نکن، یه لیموزین آمد اینجا، یه بند خدا راننده آمد با اینا، ما سوار شدیم. اولا وقتی میخوای بری توش، یاد اتوبوس های تو فیلم های هندی و فارسی و اینها میفتی که باید به قول شیرازی ها کتی کتی یا دلا دلا را بری، چون تو وقتی نشستی که دیگه نمیتونی همینجوری کنسوره کنی از اینجا تا اون ته ماشین، هی باید دلا دلا بری بشی. بعد این ماشین که راه افتاد، یک بوی دود ماشین، حالا از یه جایش اگزوزی مگزوزی سوراخ بود میمد تو، به مرده گفتم آقا من سردرد گرفتم، ایش ایرکاندیشن نمیخوام، خاموش کن این شیشه تو بکش پایین، ما اکسیژن از بیرون بگیریم. خلاصه 3-4 ساعت ما رو برد، رفتیم آناپولیس، اونجا یه شام خوردیم برگشتیم. وقتی اومدم از بچه هم تشکر کردم، گفتم چقدر خوب شد این فلسفه وکیشن که آدم وقتی میره بعد قدر خونش رو میدونه، تا میاد میگه هوم سویت هوم. این فلسفه این ماشینا اینا همش اینه که آدم قدر ماشین خودش رو بدونه، قدر تاکسی رو بدونه، قدر اتوبوس بدونه، قدر مترو رو بدونه که میری میشینی توش خوب تمیز، $3 میدی میری واشنگتن، $5 میدی برمیگردی، بستگی به ساعتش داره. و این بالاخره گفتن که قرار حالا برن دنبال این لیموزینا، حالا از فردا قانون میذارن، باید نمیدونم ایربگ داشته باشه، باید اینو داشته باشه، باید برای هر یه نفر کمربند داشته باشه. بابا کمربندم بذاری مگه کسی میبنده؟ شما اتوبوس بچه هاتون رو نگاه کنی، اتوبوس مدرسه صندلیاش زشترین صندلی، والا اون وقتا یه بنزی تو شیراز بود از اون بنزای دماغ بزرگ اینجوری، نه 302 مثل اون مسافر بری اونجوری، نه قبل از اتوبوس واحد یه بنزایی بود صندلیاش از اینا بهتر بود. این چیزیه که بچه های من و شما با اینا میرن مدرسه، هنوز کمربند برای بچه ها نداره. بعضی جاها قانونه که 3 نفر روی صندلی نشینن روی نیمکت، چون نیمکت داره، یه نیمکت این بر یه نیمکت این بر. بعضی جاها 2 نفر، بعضی جاها 3 نفر. بعد میگه این اگه یه ترمز بزنه یه بپیچه این ور اون ور، بچه ها میریزن، این آهن مال چیزا میخوره تو صورتشون، اصلا چپه اگه بشن. این آمریکاست. حالا تو سر هم میزنیم هم دیگر رو میکشیم که میخوایم بیایم برسیم به آمریکا. بذارید ببینیم آقای مرتضوی یه پیغام گذاشته، ببینیم چی میگه. آقای مرتضوی اگر باتریت تموم شده باشه و به اصطلاح قطع شده باشه، یه نمره منفی به ژورنالیستیت میدم، چون منی که اینجا نشستم و از باتریم خیلی استفاده نمی کنم، باز به خاطر شما این سیم چارجر رو زده بودم که یه وقت حین برنامه به اصطلاح قطع نشه. حالا ببینیم ایشون چی گفته. اوکی بذارید من اینو، به امید روزی که ما بتونیم این به اصطلاح چت یا صحبتای این کنار رو اصلا پاک کنید. اینم از این. بله خب آقای 40 ثانیه ایشون پیغام گذاشته، بفرمایید. آقای کارو میسین که نمیدونم باستی شما تموم شد برخور، یا این که عربستان سعودی تلفن ما رو قطع کرد. اذیت نکن باتری من تو برقه. امیدوارم که جمال قشوقی کشته نشده باشه، ولی اونجوری که اطلاعات نشون میده ایشون رو ممکنه اونجا کشته باشند و جنازه‌ش هم میبرن عربستان. به هر حال تمام دنیا سریع این اعتراض میکنه، از جمله معاون سردبیر واشنگتن پست دیوید ایگنیشس میگه امیدوارم هر چه زودتر خبری در موردشون بگیریم. به هر حال میبخشید زیاده رویب شد، خدا نگهدار. ممنونم آقا. و موقعی که شما صحبت میکردی یه دوست مشترکی داریم، ایشون زنگ زد ولی من جواب ندادم، رفت روی پیامگیر، ولی اون قبل از این ماجرا بود. ولی بعد یه صدایی داد
قطع شد. حالا این تلفن های بیستی من میگم خیلی نمیشه 100% باهاشون یعنی ریلایبل نیستن. و این ماجرا من فکر نمی کنم اگه عربستان کشته باشه حالا بیاد جنازه رو برداره ببره عربستان که برای خودش به اصطلاح بدنامی درست کنه، ضمن اینکه یه دوستی گفت آقا اینا اصلا بدنامی و بی‌آبرویی. و باز در رابطه با این پسر جوان سلمان بل نمیدونم کوفت، این همین که پولاشو گرفت ترامپ ازش گفت اینا اگه 2 هفته ما حمایتشون نکنیم از بین میرن، اینم ناراحت شده بود گفته بود آقا چه حمایتی، ما که پول اسلحه‌مونو دادیم. نمیفهمه بدبخت، مهم نیست شما چقدر پول بدی، مهم اینه که اونا تا میخواند نگه میدارن، وقتی نخواستن دومتو میگیرن میندازنت بیرون، همون جوری که دوم دیکتاتورای دیگر رو که نوکرشون بودن گرفتن، از نمیدونم شاه خودمون گرفته، از اون مال آرژانتین کی بود، مال شیلی بود، پینوشه، مال اون یکی. در صورت تاریخ آمریکا رو شما بهتر از من میدونید، من اجازه بدید که اینجا پوز نده. و اما زن نتنیاهو رو گفتم که رو صفحه خودم هم هست، تصادفی که 20 کشته داده، این ماجرای لیموزین ها، خبرنگار سعودی ناکام، ماجرا چی بود، رفت سفارت غیب شد. بعضی ها شوخی نوشته بودن که شاید این از دست فیانسه نامزد ترکی میخواسته در بره، رفته به سعودی قرار گذاشته، گفتن آقا برو سه‌شنبه بیا، سه‌شنبه که بیای مثلا ماشین داره میره فرودگاه تو رو هم برمیداره میبره، حالا بعد سرکلش مثلا از سعودی پیدا میشه. این میشه، ولی اگر اینا کشته باشنش، مگر اینکه دیوانه باشن جنازه شو ببرن سعودی، وقتی که تو ترکیه میتونن توی درام آتیش بزنن، توی یک باغچه دفنش کنن. اسید این آقای آیسیس یاد همه داد. و اما عکس آیسیس، چرا گفتم عکس آیسیس رو نشون بدم، آیسیس، آها، در رابطه با آیسیس، من یک همسایه دارم، اون روز به من گفت که سوربی تو ایرانی هستی؟ گفتم آره. آخه اینا هم پرژیا و ایران و عراق و اینا رو نمیفهمن چی به چیه. گفتم بله. گفت که این ماجرا چیه، چرا ایران اینجوری میکنه؟ بذارید من ببینم این عکس رو بتونم باز کنم. آیسیس اینها آمد. گفتم که نگاه کن، ایران از این که اینا خرن، عقب افتاده هستن، قد هستن، حرفی توش نیست دیگه، بعد از 40 سال هممون میدونیم. ولی شما به من بگو آمریکا چرا این کارها رو میکنه؟ آمریکا میاد عراق رو میذاره توی سینی طلا، میده دست آقای خامنه ای و این داره دستش، کی داد؟ جورج بوش. بعد ترامپ میاد تشکر میکنه از ایران که دارن به ما کمک میکنن توی عراق و افغانستان و حتی همون اوائل سوریه. حالا شما اینو ببینید. و از همه چی جالبتر اینه که آقای رضا سلامی اینو برای من فرستاده بود یا گذاشته بود روی فیسبوکش. ببینید چی نوشته، به انگلیسی نوشته که very strange، خیلی عجیبه، ایران فایر میسال ات آیسیس این سوریه، میگه که ایران موشک شلیک کرد به آیسیس توی سوریه و سبرام چندین تن از رهبران آیسیس رو کشت، almost killed البغدادی، میگه حتی اون البغدادی رو هم کشت. حالا این البغدادی چند بار تا حالا به ما گفتن مرده کشته، اونو بماند، اوکی؟ ولی میگه US complaint، 3 تا علامت سوالم، علامت تعجبم گذاشته، 2 تا گذاشته جلوش، میگه آمریکا شکایت کرده، شاکی شده، گفته ایران was reckless، ایران بی‌دقتی کرده و ممکن بود که این تیرا و موشک و اینا که میزنه به ما بخوره، چون نزدیک، چون 3 مایلی ما بوده. دوستان ببینید، توی جنگ یا توی اصلا حرکت 3 مایل خیلیه. مثلا طرف میگه که هواپیماها اومدن نزدیک همدیگه بودن تو فرودگاه، تو 60 فوتی همدیگه بالشون نزدیک بود بخورن به هم. حالا شما 3 مایل ببین اینا کجا بودن. بعد جالبتر این قسمت دومشه، بعد میگه که but چرا why was ISIS leader بغدادی feeling so safe so close to US troop. میگه حالا شما از خودتون سوال کنید، این آقای البغدادی چرا
سه مایلی یو اس تروپ سربازا و لشکر آمریکا احساس امنیت میکرده و اونجا بوده، یا اصلا چرا آمریکا اینا رو تو سه مایلی خودش نتونسته از بین ببره؟ این سوالاتی هست که اینایی که نشستن دل خوش کردن که ترامپ بره حمله کنه ایران رو بزنه، فقط هم یه تیری ساخته که آخونده رو میکشه، ای چی میگفتن؟ خیال باطل سن ناربد آش، به همین خیال باش، یا شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. در چند هفته گذشته حتما شماها هم شاهد دوستان عزیزی بودید که اینها به اصطلاح همه چیز رو برای شما تعریف میکنن، تحلیل میکنن، تفسیر میکنن. بارها من گفتم از بمب اتم تا پشکل. ولی تعجب میکنم یکی از این دوستان آقایی هست که چند مدت پیشم چند تا برنامه تو تلویزیون مردم گذاشت، خیلی آدم معقول، سنگین، رنگین، خوشبیان، ولی ببینید میخوام به شما بگم که ماها که میشینیم جلو دوربین و قدرت کنترل خودمون رو نداریم، این دوربین لامصب و این دوستانی که بهبه و چهچه میکنن ما رو به کجا میکشن؟ شاید باز من باید از دوستان ممنون باشم که بهبه و چهچه نمیکنه. دوست خون آقای کاووسی میاد میگه از کی تا حالا شما حقیقت رو گفتی؟ آقا ببخش کتابی یا slow down، calm down. اون یکی میاد میگه آقا من به این نبودم، به اون بودم، برو فزم. اگر دوستانی بودید به به چه چه میکردید، شاید منم یابو ورم میداشت، میومدم تفسیرهای اینجوری میکردم. نگاه کنید اکتوبر سکند، یعنی دوم اکتوبر، بذارید بالاشم نشون بدم، اسمم نشون بدم، تاریخم نشون بدیم، نوشته هم نشون بدیم. یا علی مدد بیا کمرای سه نگاه کنید. آقای فرزاد عزیزی یک پستی رو شیر کرده، یعنی مال خودش نبوده، مال دیگران بوده، ولی ما معمولا چیزایی رو که شیر میکنیم اونایی که ما باهاش موافقیم. اونی که ما مخالفیم اگرم برای دوستانمون بفرستیم، اول 4-5 تا فوش آبدار میفرستیم آقا بیا نگاه کن این مادر فلان شده چی نوشته، یا به خود طرف فوش میدیم اونم بلاکمون میکنه میره دنبال کارمون. ولی ایشون دوم اکتبر 6 روز پیش ساعت 3:33 بعد از ظهر به وقت هر کجا که هستن نوشته تا سقوط رژیم دلار بالا خواهد رفت. ما مردم هستیم که باید تصمیم بگیریم. بسیار عالی، کاملا هم شما درست میگید. حالا بذارید من این عکس دیگر رو بیارم، دلار پیداش کنم شماره 2. بله نگاه کنید دوستان، اون یکی اکتبر سکند بود، دوم اکتبر ساعت 3:33، این سوم اکتبر یعنی 24 ساعت به اضافه 3 ساعت دیگه 27 ساعت از اون ماجرا گذشته. و ببینید دوستان محقق، فعالیون سیاسی، تلاشگرا، کنشگرا، حالا نگاه کن اینجا نوشته فریب کاهش قیمت دلار را نخوریم. ای بابا شما که گفتی دلار که بالا میره حکومت متزلزل میشه میریزه پایین، یه توضیحی هم برای دلار که پایین میاد بذار. آخه این چیه که هر چیزی یکی دیگه زحمت کشید درست کرد؟ تازه اینم مال ما مردم جریان سوم، یکی بیا برای من توضیح بده جریان اول چی بوده، جریان دوم چیه، جریان سوم چیه. یه جوانی بود چند مدت پیش راه انداخته بود، هم میگفت ما نسل هفتمی های انقلاب. بهش گفتم آقا هر نسل قبلا 20 سال بوده الان 25 ساله. نسل هفتم انقلاب 7 تا 25 تا 7 تا 140 تا 7 تا 5 تا 35 تا 175 سال از انقلاب ایران گذشته. شاید با انقلاب روسیه و فرانسه و اینا اشتباه میکنی. بعد گفت نه آقا ما منظورمون هر 10 ساله. گفتم آقا 10 سال هم نگذشته، و چرا شما اگه منظورت اونه چرا نمیگی دهه 50 یا چرا نمیگی دهه 60 یا چرا میگی ما؟ برای که هیجان زده میشه. دیدید الان من یه کشمش دوستان فرستادن خوردم، اصلا
گرمیم شده بود، میخواستم در ببندم برم، نفر بعدی میاد یه قوره میده میخوریم، سردیمون میشه، لرزمون میگیره. ما ملت عجیبی هستیم. یه دوستی، این آقای فرزاد عزیزی، چون براشم نوشته بودم که آقا من دوشنبه یه قیمت به اصطلاح یه قلقلکی به شما میدم، ایشون نوشته در قیمت دلار هیچ فرجی حاصل نخواهد شد و مجددا بالا خواهد رفت. پرسش این است که چرا باید دست روی دست بگذاریم و اجازه بدهیم حکومت بر سر نپذیرفتن شروط تحریم ها لجبازی کند و ما مردم با فقر و گرسنگی تاوان آن را بدهیم؟ شما بگو چرا. همه مردم که فعال سیاسی نیستن، شما فعال سیاسی هستی، شما بگو چه باید کرد. یه دوستی برای من تظاهرات، نه اعتصاب چیزها رو فرستاده بود که روز 16 فلان، امروز 16 مهر ما مغازه ها رو ببندیم. بذارید من براتون، اعتصاب عمومی مغازه ها امروز در ایران، بله نوشته دوشنبه 16 مهر ما مغازه ها رو ببندیم. برای این دوستم نوشتم ما ملت عجیبی هستیم. آیا با بستن مغازه ها آخوندها و آقازاده ها از گرسنگی میمیرن، تلف میشن؟ چه اتفاقی میفته؟ مغازه ها رو تو بازار بست. منی که کارگرم، صبح تا حالا رفتم کار کردم، حالا 100 تومن 1000 تومن هرچی واحد پول الان این روزا درآوردم، حالا میخوام برم خوراک بخرم ببرم خونه، حالا هم که میرم مغازه بسته، من ضرر میکنم یا اون آخوندی که اصلا خوراکاش از اروپا و از این برانور میاد؟ دوستمون نوشته خب این اقلا یه تلنگری هست. میگم آقا این چه تلنگریه؟ این مثل این میمونه که شما با مایتابه برداری بزنی تو سر خوده یا سر فامیله، بعد بگی میخوام آخونده از صدای این ناراحت بشه. آقا بلنشین برین جلو اونا بشینین تو خیابون، راه رو ببندین. میگه ببین راننده های کامیون هم همین کاری کردن. میگم راننده های کامیون اولش درست اومدن، تظاهراتشون غلط بود. آقا تو جاده ها رفتید، جاده خطرناک ایران رو خطرناک تر کردید، چه چیزی حاصلتون شد آقایون راننده ها؟ میرفتید دور تا دور مجلس، میرفتید شمیرانات تا اونجایی که میذارن تو نزدیک خونه های اینا میشدید، تمام خیابونا رو بند میآوردید. کیا اون دور برا زندگی میکنن؟ کیا؟ آخونده، آقازاده ها. شما اومدید تو جاده نگاه کنید، کامیونه داره میاد، بدبخت مرده داره میره، اون ماشینی که انداخته این ور کامیونا میره این ور، بعد میگه چیکار میکنه؟ میگه آقا چیکار کنم؟ آقا یه راه رفته یه راه برگشت، این کامیونا اینا رو راه بستن. حالا همینجا یه قانونی عوض کردن، تمام کامیونا دارن میان واشنگتن بوق میزنن. کجا بوق میزنن؟ نمیاد تو کوچه من بوق بزنه، میره دم مجلس بوق میزنه، که اونایی که اونجا نشستن خجالت. بعدم این بوغه بهشون میگی چی؟ میگه اگر حرف ما رو گوش نکنی فردا ما ماشینا رو تو خیابونا نه تو جاده ها پارک میکنیم. شما میدونید اینجا هنوز با همه هواپیما با همه قطارا هنوز وسائل به اصطلاح چیزایی رو که من و شما خرید میکنیم از والمارت و کیمارت و سیفه و کاسکو و نمیدونم پرایس کلاب، به قول ما ایرانی ها اکثر اینا 75 تا 80 درصدش هنوز به وسیله کامیون ها جا به جا میشه و کامیون ها خودشون رو صاحب جاده ها میدونن. میگه با پول مالیات ما شما داری سوار میشین میانی میرین پشت کامیون ها. بعضی هاش نوشته، یکی نوشته دونات پوش، بعضی وقتا نوشته که ما برای جاده ها پول میدیم و درست هم میگن. هر کامیونی که 100 گالون 200 گالون در روز گازوئیل میزنه، به غیر از مالیات بزرگی که رو بنزین و گازوئیل میزنه، یه بار گفتم ولی الحمدلله هیچ که نمیره دنبالش، همه دنبال این هستن که الان من به فرخ جواب بدم، فرخ به اون خانمه در جل جواب میده، دوتامون داریم میرینیم تو اعصاب سربی. هیچ که نمیاد وقتی سربی میگه چرا تو آمریکا هر جا شما میرید چی بخرید نوشته همبرگر 99 سنت 6 سنت هم مالیات، چرا برای بنزین نمی نویسن؟ برای که بنزین بعضی وقتا 50 درصدش مالیاته. برید بپرسید از پمپ بنزین مغازه نزدیکتون، بگو آقا من این بنزین میزنم این چقدرش مالیات استیته چقدرش مالیات فدراله. اون وقت میفهمید که چرا اینجا نمیذارن وسائل عمومی
پابلیک سرویس مرتب بشه. چرا مترو نمیسازن؟ هر کسی تا 16 سالش شد ماشین براش بخره. ماشین وقتی میخری کی پول میبره؟ تمام این شرکت های جی ام و اینها. بعدش کی پول میبره هر روز؟ تمام شرکت های نفتی. شرکت های نفتی مال کی هست؟ مال کورپوریشن های بزرگ، مال بانک های بزرگ. برید اینو که من مینویسم شما تایپ کنید بنویسید. همه جنگ ها جنگ های بانک ها هستن. All wars are bankers war. اینجا تو فیسبوک برای اونایی که احتمالاً مال اینجا نیستن، گرچه همه ایرانی ها انگلیسیشون از من بهتره. All wars، تمام جنگ ها هستن bankers war. اینم نوشتم گذاشتم اینجا، یکی حالا بزنه توی گوگل لینکشو پیدا کنه بذاره. 40 دقیقه 50 دقیقه یه نفر صحبت میکنه، ویدیو هم نیست، و به شما میگه اصلا این ماجرای جنگ و این ماجرای اینا رو اینا بانک و مانکا رو انداختن که من شما رو بتونن توی مشت خودشون داشته باشن، توی چنگ خودشون، توی دست خودشون داشته باشن. اینم از این دوستمون که فکر میکنه. گفتم نگاه کن، اگر این مملکت ما یک رهبر داشت، رهبر میاد میگه آقا اگر دوست رو نشدود، مگه شما تو ایران نبودی؟ زمان انقلابم با اعتصابات شروع شد. گفتم شما به من بگو اعتصابات کی کار کرد؟ تا موقعی که خمینی پیغام فرستاد شرکت نفت اعتصاب کرد. شرکت نفت هست که اگه اعتصاب میکنه پول آخوندا قطع میشه، پول آقازاده ها قطع میشه، که البته اونا هم زرنگن تو این 40 سال اومدن جاهای دیگه. شما هرچی الان پوشک بچه هم میخوای بخری دست سپاه پاسدارانه، دوا میخوای بخری دست بچه فلانیه. یعنی اینا چیزی رو که شاه بلد نبود اینا یاد گرفتن، گفتن ما فقط وابسته به نفت نباشیم که اگر شرکت نفت اعتصاب کرد ما بیفتیم زمین. ولی با همه اینا بازم میفتن زمین. اگه یه رهبری بود میگه آقا اصلا به این فروشنده ها بگید خوراکا رو به مردم تخفیف بدین. میگم مفسرهای ما میاد تو تلویزیون میگه آقا مردم گشنه هستن، ندارن، دارن خودشونو میفروشن. بعد میگه مردم برید دلار بخرید. یکی نیز زنگ بزنه آقای حسن دایر اسلام جاکش مجاهد، تو که میگی مردم دارن خود فروشی میکنن، بعد میگی برو دلار بخر. چیه به جای دوتا بدی ده تا بده، با هشتاشو بده دلار بخره. اینا بیناموسن، به اینا زنگ بزنی، خط اینا رو مزاحمشون بشی. نه اینکه شب نصف شب یه شاولایی ترسوی میاد شمارش هم لاک میکنه زنگ میزنه. خب زنگ زدی چه غلطی شد؟ چه غلطی انجام دادی؟ تا صدای نحست شنیدم قطعت کردم انداختم تو سطل آشغال. بدبخت احمق، اگه میخوای حرفی بزنی بیا حرف درست بزن تا من برای مردم پخش کنم، بگم آقا اینم یه نظر، اینم یه نظر، شاید نظر این درست باشه. باز برمیگردی سراغ آقای کاووسی. بله آقای کاووسی، هر کسی هر کاری انجام میده فکر میکنه این درسته. آقا طرف که برمیداره چاقو میزنه فامیلش میکشه فکر میکنه کار درستیه، بعدن تو دادگاه و اینا بهش ثابت میشه که نه کار درستی نیست. و ما هر کدومون نظرمون رو میگیم این عین حقیقته، حقیقتی که ما بهش باور داریم. شما هرچی مزخرف برای من و دوستای دیگر میگی به نظر خودت حقیقته، اگه حقیقت نبود که نمیگفتی. پس ببین اون نوشته چقدر بی ربط میشه، چقدر بی معنی میشه. درست مثل اون چیزی که اون روز چهارشنبه نوشتی که آقا ما که این چیزها همه رو اینترنته، ولی رفته بودی ببینی ارتفاع این مسجد فلان چقدره؟ میدونستی کسی که میخواد تو مسجد عربستان کار کنه اگه مسلمان نباشه راش نمیدن؟ اون که میگه شما هم چی میشی؟ به اصطلاح سر ذوق میای که بری ببینی چی نوشته. خیلی ممنون آقای رجبی میگه ممنون آقای سوربی عزیز. منم از شما ممنون و متشکرم که با ما هستی و با همه این بد اخلاقی ها باز هم ما رو تحمل میکنید. ولی نمیدونم واقعا چی بگم. خب آره، این فیلمی که آقای خزائی گذاشته، ویدیو شاه انقلاب اسلامی،
ببینید بعضی ها وقتی راجع به انقلاب اسلامی صحبت میکنیم میگیم بابا از همون موقعی که این شروع شد خمینی اومد گفت که آقا تو اگر میگی من شاه اسلام پناه هستم، این کاری که داری میکنی درست نیست، این اسلامی نیست. حالا اینو شما داشته باشید و میدونید که اینجا آقای رضا پهلوی یه روزی آمد گفت که من نگران اسلامم، این آخونده اسلامو خراب کردن، حالا ما با اسلام چیکار کنیم؟ آقای دادرس دیدم یه نوشته‌ای گذاشته، باورتون میشه به شاه پیشنهاد کرده بودن که این رضا پهلوی رو بفرست حوزه قم و اینها، و آقا ترسیده بچه‌شو به دست اینا، وقتی نفرستادن برش آخوند استخدام کردن، آخوند درسش میداده. اینی که آقای انصاری هم میگه این نمازشو میخونه و اینا، البته اینا هیچ اشکالی نداره، هر کسی میتونه همه عمرشو بره صرف یه دین مذهب کنه، ولی این آخوند درسش داده. اینجا که رسید نتونست دانشگاه درس بخونه، آقای حسین نصر و دیگران تکلیف مدرسه انجام میدادن، برای که این آقا رضا پهلوی آیت الله آخونده، یه عکسی یکی درست کرده بود اکبری میگه من که از ترسم دیگه ساکت شدم، فکر نمیکنم تو یه روزی من ببینمت میفهمم. تو هم مثل من از این بچه های ته کلاس بودی، وقتی هم هیچ کاری نمیکردی با پات فشار میدادی صندلی ها رو میریختی به هم. در اصل ممنونم، متشکرم. یه چیزی به شما میگم، خداییش اگه فکر میکنید این ایرادی که من گرفتم، نقنق و قرقری که کردم درسته، خب اون روز کی بود یکی نوشت شما درست میگی؟ آقای فرهاد زمانیان بود یا فرهاد زمانی، بهش گفتم آقا شما من حرف میزنم یه عکس فرش گردی میندازی اونجا، آقای دادرس یه چیزی مینیسته یه عکس فرش گردی میندازی، آخه این منظور چیه؟ گفت منظورم به فرش گرده. گفتم خب من از کجا بفهمم؟ بعدم من نوشتم ساعت 2 بعد از ظهر برنامه دارم، شما این عکس گذاشتی، آقای اکبری که میاد باید از کجا بفهمه؟ ربط اینو با البته ما ایرانی ها میدونید فوری خانم شقایق رو ربط میدیم با آقای گودرزی. بگذاریم، گفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نه یادم نرفته، الان اکبری میگه آقا من اومدم مجلس ریختم به هم، قرار شد شاه رو به من نشون بدید. ببینید دوستان، دوستانی که میگن نمیدونم شاه میخواست آخونده رو بیرون کنه، شاه پیشرفته بود، بیان بابا دیگه اگه این هر چه حرف میزده دروغ بوده که خب این دیگه فایده ای نداره که، بیان نگاه کن ببینید خودش چی میگه. اینجا ببریم تو سر قبر شاه، در باز کنیم، تق تق تق، آقای شاه اجازه بده ما با دوستامون بیایم خدمت شما گوش بدیم با هم به صحبتای واقعا ملوکانه آقای شاه اسلام پناه. اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است. اینو باید بفرستم برای آقای مینوی. آقای مینوی، شاه میگه انقلابی که من کردم بر اساس همون اسلام است. آقای مصطفی زاده کجا هستی؟ نمیخونه، درست نیست، فیت نمیشه، جا نمیگیره. اینی که به کلاب فوش دادن گفتن منار فلان جا، گو احمد اقلا یه چیزی بگو که جا بگیره، بگنجه. خب میگه که یا نکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه‌ای در شأن فیل. البته دوستی به شوخی میگه یا بساز خانه‌ای که فیل توش بره. بله خب بسته از این، بسته دیگه. اینم این ویدیو شاه انقلاب اسلام حزم خزایی. آره داشتم نقل همون فرشگرد میگفتم، وقتی من گفتم اون دوستمون از ایران نوشت آقا حق با شماست، درست میگی. البته یادتون باشه ما تو ایران وقتی یه جا گیر میافتادیم به طرف میگفتیم آقا حق با شماست، بعد به دوستان میگفتیم حق با خره است.
دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بی صبرانه منتظرم که شما برنامه بذارید من شما رو دیوونه کنم. ولی خیلی خوشحالم که بعد از 20 سال هنوز شما نتونستید منو دیوونه کنید، ولی از این میترسم که روزی که دیوونه بشم همتون به هم بگید که نگاه کن این همون میبود که فکر میکرد ما نمیتونیم دیوونش کنیم. حالا بیا نگاه کن چجوری کنوپتی داره تو خیابون راه میره، یا چجوری داره از درخت میره بالا، یا چجوری وسط خیابون داره داد میزنه. نکنید، نذارید ما به اون روز بیفتیم. روز روزگارتون خوش. قبل از برنامه من برنامه کانون آوا بود، اونم تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب میره، ولی روی فیسبوک هست. و یه دوستی به نام هوشنگ که حالا من نمیدونم این هوشنگ TNT خودمونه یا یه هوشنگ دیگه است، نوشته بود که من 2 هفته از برنامه‌های زنده شما رو نمیتونم ببینم. گفتم عزیز من این برنامه آخری من نزدیک به 500 نفر فقط روی یوتیوب دیدن، چند نفر اینجا دیدن، چند نفر بهتون گفتم. متاسفانه ما نگاه کنید الان اینجوری براتون اینو کات کنم. الان این قسمتایی که ما روی جاهای مختلف هستیم میبینید، از انکودر فیسبوک 1، فیسبوک 2، فلان یوتیوب، فلان جاهای دیگه خیلی نمیرم ببینم چند تا میشه. روی یوتیوب چون میزنم شمارشو بزرگ میبینم نگاه میکنم بهش میگم اگر نزدیک به 500 نفر اومدن اینجا دیدن، یه چیزی با انجین جستجوگر شما، موتور جستجوگرتون هست. یعنی ما ایرانی ها که قبول نمی کنیم. الان شما ببینید آقای مرتضوی میگه فکر کنم یه اشکالی از تلفن شماست، شاید چارج نداره. چارج من یه نشونی هم بدیم چند درصد. یه لحظه، سبز سبز اینجا ببینید، سبز سبز یعنی 100% چارج داره. ساعت 3:47 است. اجازه بدید بریم سراغ کار زندگیمون. ما که از اینجا پولی در نمیاریم، اقلا بریم یه جا. آمریکایی ها میگن another day another penny. ولی این شعر رو از موقعی که آقای مرتضوی داشت حرف میزد من آوردم که اینو نشون بهتون بدم که آیا حالا که این همه چیزا بد شده تو آمریکا امیدی هست یا نه. اگه یادتون باشه توی ایران این شعر رو خیلی ها میگفتن، بذارید دلم از این خرابی ها، از این، از اینجا بذارید براتون بخونم. ببینید، دلم از این خرابی ها بود خوش، زان که می دانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد ز بیداد فزون. حالا بذارید من این شعر رو براتون از اولش بخونم. این شعر اینجوری شروع میشه، مال فرخی یزدی هم هست. به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد، مگر روزی که از این بند که از این بندغم آزاد می گردد. حالا یکی میگه آقا نخون، بذار خودمون میریم میخونیم خیلی هم بهتر. ز آزادی جهان آباد و چرخ کشو دارا، یا چرخ نمیدونم چرخ کشور دارا، پس از مشروطه با افزار استبداد. نه نخونم بهتر. ببینید آدم خودش باید بدونه آقا من نمیتونم. این اگه یکی خونده بود من یاد گرفته بودم بعد براتون درست میخوندم. اینایی که بچه شیراز هستن و هنرستان بودن یادشون هست، مهندس اکبر نوبختیان میومد هر وقت معلم نداشتیم تو ایران دیگه، نمیدونم سابستیتوت تیچر و اینا که نبود، این ناظم و مدیر لابد پول معلمه رو هم میخوردن میمدن سر کلاس. میومد میگفت که کفر نعمت، آها شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. بعد ساک میگفت کفر، ما اون گفتیم کفر نعمت، میگم نه غلطه، کفر نعمت از کفت بیرون کنه. اینو من یاد گرفتم، هنوزم میبینم خیلی ها غلط میگن، ولی شعر و اینها باید یک کسی براتون قبلا خونده باشه. اینی هم که میبینی بعضی ها قبلا یا بعضی ها خوب شعر میخونن اینه که یک کسی یه جایی یه انجمنی این شعر رو خوندن شنیدن. البته این روزا تمام این شعرها رو تو اون چیزای گنجور و اینا یه نفری یه سریای خوندن، میتونید اونا رو گوش کنید. حالا چند درصد اونا درست باشن اونو دیگه من نمیدونم. بذارید یه نگاه سری بندازم به این قتل روزنامه نگار زن جوان در بلغارستان. و آهان راجع به رضا پهلوی این بود، آقای دادرس نشتود آیا میدانستید که ولیعهد ایران به اندازه یک حجت الاسلام و مسلمین سواد دینی دارد؟ آخوندها
پیامی به شاه فرستادن که بهتر از اعلی حضرت همایونی و اعلی حضرت ولیعهد رضا پهلوی که قرار از پادشاه شیعیان جهان شود را برای طی دوره فقه اسلامی به قم بفرستید. این پدر سوخته آخونده میخواستن بچه شاه را هم ببرن اونجا بازی بازی. شاه که نمیتوانست مخالفت کند، دوستانی که فکر میکنید شاه خیلی قوی بود، شاه که نمیتوانست مخالفت کند با حرف آخونده و نمیتوانست مخالفت کند در به اصطلاح توی این چاله، در پی چاره برآمد. البته سالها بعد از انقلاب اسلامی در ایران، هنگامی که عربستان سعودی تصمیم به کمک مالی به ولیعهد سابق ایران گرفت، یکی از شروط سعودی ها آموزش ولیعهد با فقه اسلامی بود و یک معلم دینی هم برای او تعیین کردند. علم در خاطراتش در این باره به شرح زیر می نویسد: انتخاب معلم دینی برای ولیعهد در سال 1349، یعنی 8 سال قبل از انقلاب، در سال 1349 خورشیدی، امیر اسدالله علم به حضور شهبانو فرح می رود و اظهار می دارد که طبق فرمان شاهنشاه فردی به نام آقای فرهنگ را جهت آموزش دادن مسائل دینی برای ولیعهد انتخاب نموده است. علم در ادامه به شهبانو می گوید که این فرد قاضی دادگاه است، امامه هم ندارد، از طرفی مردی ادیب و فارسیدان است. شهبانو فرح کمی ناراحت می شود که چرا قبلا در این مورد با وی سخنی گفته نشده است، اما علم اظهار می دارد که فکر می کردم شخص شاهنشاه در این مورد با شما صحبت نمودند. امیر اسدالله علم در ادامه به شهبانو فرح می گوید: به این معلم دینی سپردم تا فلسفه دین را به ولیعهد تفهیم کند، نه مسائل قشری و سطحی را. بنده فکر می کنم ولیعهد از همین کودکی در دامان پدری مادری که جدن مذهبی و خداپرست هستند رشد می کند. بنابراین شما بعد درباره اطلاعات اعتقادات ایشان گرفتاری زیادی نخواهید داشت. بنابراین لازم است که شما، یعنی معلم دینی، فلسفه دین را با مزامین شیوای فارسی بیاموزید و به ولیعهد در طول زمان حالی کنید که مسلمان بودن غیر از عرب بودن است. عرب ها به ما کاری ندارند و به قول ملک الشعرای بهار، جز این که دین حسابی به ما دادن، منت دیگری بر ما ندارند. اگرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. اینم ملک الشعرای بها، اونم فکر میکرده این دین خیلی گرامی. این مکالمه است که بین امیر اسدالله فلان فلان. من از آقای انصاری سوال کردم این درسته؟ ایشون نوشت که معلم تعلیمات دینی آقا رضا فردی به نام آقای استخری بود، خداوند یار و نگهبان شماها باشد. اینم برنامه ما دوستان. اگر برنامه های بهتر از اینجا سراغ دارید، خدا ازتون نگذره، اگه به من نگید و با هم نریم اونجا. اگه برنامه‌ای بهتر از این نیست و 2 ساعت هر روز شما میای اوری آدر دی، یه روز در میون میای اینجا، خدا از سرتون نگذره اگر حمایت نکنید. دیگه نمیدونم والا، کاش که میتونستم بگیرمتون اینجوری تکونتون بدم پول از جیبتون بریزه. ضمن این که بارها گفتم خدا رو شکر بنده احتیاجی به پول شماها ندارم. اگر احتیاج به پول شما بیننده ها داشتم، مثل آقای شهرام همایون، مثل دوستانی که روزنامه نگار هستن و برای من احترام خاصی داشتن ولی الان از احترامشون کم شده، آگهی های مجاهدین رو با اسامی دیگران میگرفتم، به بیننده ها نمیگفتم اینا مجاهدین هست. دوستان حتما این فیلم مصادره رو برید ببینید. فیلم مصادره علیرضا، من اسم اون افشارش یادم نمونه، در صورت از این که با من بودید، با ما بودید، ممنون و متشکرم. ساعت 3:54 است به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا. اگه این برنامه رو در ساعات دیگه میبینید تکراری است. حالا این چه فایده ای داره که من آخر برنامه اینو میگم؟ و برنامه تکراری برای چیه؟ اصلا برنامه تکراری وجود نداره. شما هر برنامه رو میبینید، آمریکایی میگه اگه نداشتید اینو تا حالا، پس برای شما نوع جدیده. یعنی چی؟ این برنامه تکراری است. این برنامه اگه دارید دوباره نگاه میکنید، خودتون میدونید تکراریه. اگه دوباره نگاه نمیکنید، برای شما تکراری نیست، برای شما جدیده. جورج کارلینو نگاه کنید، حرفایی که میزنه و مثلا میگه که
ما نشستیم منتظر هواپیما، به ما میگن اوکی حالا یکی یکی میریم روی هواپیما آن بورد، میگه ما که آن بورد نمیریم، ما میریم این. بعد خیلی چیزای اینجوری داره. گاهی وقتی اگر وقت دارید، انگلیسیتون هم اگر خیلی هم خوب نیست، متوجه میشید وقتی این حرف میزنه. جورج کارلین یک کمدیانی که گاهی وقتا خیلی خوشحالم که این قبل از ترامپ مرد و الا دق میکرد از دست این. امروز صبح دیدم جورج بوش نشون میداد دختر دومش یا دختر اولشون، دو دخترش دوقلو هستن، با اختلاف یه دقیقه دنیا اومدن، اونم ازدواج کرد. از اونجا دور وایساده بودم، گفتم که هی جورج بوش وی میس یو. چون جورج بوش بذارید ببینم اگه عکسش اینجا داشت باشم بهتون نشون بدم، پالیتیشن، بله سالها پیش من توی چند تا برنامه باهاش بودم و آدم شوخی هست. خود آمریکایی‌ها میگن he's a nice guy to have a beer with. و تا میبینتت هم شروع میکنه جوک گفتن و اینها. مثلا همین این که خب این فکر کنم یه 10-15 سالی از من پیرتره. اون دوستی هم که من براش کار میکردم اون تازه از منم جوانتره، ولی این وقتی منو دید به من گفت که تو اینو میشناسی؟ گفتم آره من براش کار میکنم. گفت ببین این من از بچه که بودم این میومده تو وایت هاوس عکس میگرفته. همین شوخی دیگه حال میده. ولی الان که ترامپ اومده ما تازه قدر این دیوانه رو میدونیم. خب بس دیگه، الان میدونم همتون میگی بس دیگه سوختم، تیوی رو خاموش کن. با امید دیدارتون روز چهارشنبه. چهارشنبه ها میبرمتون خلیج فارس و دوستمون گفتار عقل بشر رو داره. از آقای مینوی دعوت کردم، گفتم آقا اینا کانال یک برنامه شما رو سر موقع نمیذارن روی یوتیوب، اگه ببینی اطفال میان اذیتت میکنن همینجا برنامه های زنده بذار هر هفته. جوابی تا حالا نگرفتم، احتمالا چون اینجا لانگ ویکند بوده و امروز دوشنبه از تعطیل بوده، ایشون هم رفته سر به بچه هاش بزنه چون در شهرهای دیگه هستن. دیدم که گاهی وقتی میره مسافرت. شما هم هر جا هستید خوب خوش سلامت باشید. و اون دوستانی هم که احیانا بنده ازشون یک کمی دلخور شدم، ناراحت نشید. اگه منو بشناسید میدونید که همچین که این ساعت تموم میشه برگردی به من بگیم، میگم کی کجا کی. آمریکایی هم دارن وین وین هو هوی هو. خب به امید دیدارتون چهارشنبه. حمایت فراموش نشه. مرسی.